به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه. مهدی توتونچی هستم و اینجا برنامه شب‌های فوتبالی است که باز هم با افتخار احترام تقدیم می‌کنیم به همه اون دسته از عزیزان، علاقمندان و فوتبال دوستانی که وقت گذاشتن شب‌های فوتبالی رو تماشا کنن. خیلی متشکرم و ممنونم از حسن انتخابتون. و البته قراره که تحلیل و بررسی کنیم هفته هفتم رو که اتفاقا 15 گل داشت، میانگین 1.87 دربی شهر منچستر، خودش به تنهایی 9 گل داشت دیگه. شما خودتون بخوانید حدیث مفصل از این مجمل. بنابراین در سال اینجوری نگم، بگم 50 روز مونده تا جام جهانی، میدان بزرگ جام جهانی، امیدوار هستیم که لیگمون هم تعداد گل‌هاش بیشتر باشه، بیشتر بشه. هفته هشتم من بیام بگم آقا مثلا میانگین 2.456 اینجوری. آره، یادم یه بازی هم لیورپول 9 گل زد و خلاصه سرتون درد نیارم. امیدوارم که شرایط بسیار بسیار خوب باشه در لیگمون. تابلو نتایج رو داریم، میخوام حرکت کنم با اجازه کارگردان محترم برنامه. بله خیلی متشکرم، از این نما راحت‌تر میتونم حرکت کنم. پرونده میدونید که 19 شهریور تعطیل شد، یعنی لیگمون بعد از پایان هفته ششم تعطیل شد که اتفاقا شنبه روزی بود. سه هفته بعد، 21 روز بعد، شنبه روزی 9 مهر ماه دوباره از سر گرفته شد، 22مین دوره لیگ برتر فوتبالمون با 5 بازی. آلومینیوم 1-0 ملوان رو برد، نساجی 4-تایی کرد نفت مسجد سلیمان رو، گلگهر و استقلال 2-1 در نهایت این استقلال بود که پیروز شد، فولاد و مثل کرمان 0-0. زباهن هم یکی به پیکان زد و پیگیری شد در روز دوم. هوادار و سپاهان، هواداری که 1-0 پیش افتاده بود در دقایق ابتدایی، در نهایت 2-1 شکست خورد. پرسپولیس هم مقابل تراکتور 1-0 باخت. صنعت نفت آبادان و مثل رفسنجان هم 1-1 شدن. صنعت نفت آبادان هم دیگه میدونید، اشارم کردیم تو برنامه قبلی که آقای فیروز کریمی آمدن به جای آقای پرکاز، 17مین سرمربی حاضر در 22مین لیگ فوتبالمون. 16 تا که داشتیم یکی رفت یکی اومد، 17مین سرمربی آقای فیروز کریمی هستن که حال نمیتونستن، محروم بودن روی نیمکت بشینن و آقای بهنام سراج تیم رو مدیریت کردن، همراهی کردن و حالا باید ببینیم چی پیش میاد. پس جمع همه این اعداد و ارقام و نتایجی که خدمت شما عرض کردم، 15 گل، بازم تاکید میکنم میانگین 1.87 گل در پایان هفته هفتم در هر بازی. پرسپولیس، استقلال، سپاهان به ترتیب اول تا سوم هستن و گلگهر و تراکتور و فولاد و نساجی و زباهن هم چهارم تا هشتم، نیمه نخست. امتیازها هم که ملاحظه میکنید، رقبای سنتی پرسپولیس و استقلال 14 امتیازی هستن. تفاضل باعث شده همه چی مساویه، فقط تفاضل پرسپولیس بهتر از استقلال. بریم نیمچای دوم رو ببینیم. مثل رفسنجان، آلومینیوم عراق، پیکان، نفت مسجد سلیمان، مثل کرمان، هوادار، صنعت نفت آبادان و ملوان. ملوان هم که همچنان قرنشینه با آقای زاره. این هم از خب میخوایم مرور کنیم بازی های هفته هفتم روز نخست رو. برمیگردیم همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم. بفرمایید. آغاز مرور اتفاقات 5 مسابقه روز اول هفته هفتم لیگ با جدال حساس گلگهر و استقلال. مسابقه ای که با چند تعارف شیک شروع شد، با یه درگیری غیرواقعی وسط زمین ادامه پیدا کرد و با یه جنگ سنگین به پایان رسید. قلعه نایی برای ششمین بازی پیاپی با گلگهر به استقلال باخت. چپ در حرکت، راز پرسته و توی دروازه، اولین گل برای استقلال، جایی که دوباره پایه یه پنالتی برای آبی ها به وسط کشیده شد. پشت تو میزنه و توی دروازه. ساپینتو سومین برده پیاپی که خودش رو مقابل یکی از مدعیان لیگ به دست آورد تا برای مدعیان دیگه خطا نشون بکشه. استقلالی که بعد از بازی مقابل ملوان به سیستم 4 دفاعی کوچ کرده بود، بعد از تعطیلات لیگ دوباره به 3-5-2 مورد علاقه مرد پرتغالی تغییر آرایش داد. تغییری که هر چند 3 امتیاز برای استقلال به ارمغان آورد، اما دروازه این تیم رو بعد از 4 مسابقه در جریان بازی باز کرد.
پشت محوطه جریمه میبره به سمت راست، فرصت خوبی از برای دیگ جریمه سمت دروازه و اونجا حسینی دور رو برمیگردونه و گل، گل مساوی برای گلگهر سیرجان. سه امتیاز بازی آلومینیوم ملوان ریسمان نجاتی بود که دو مربی جوان رو از سقوط به بحران ابتدای فصل نجات میده. برای همین خشم درامیخته با استرس در رفتار رحمتی وزاره بیشتر از هر اتفاق دیگه ای تو چشم بود. اولین گل فصل عراقی ها در ورزشگاه خونگی به دومینوی سه شکست پیاپی خونگی این تیم پایان داد. محمد زاده و گل توی دروازه. حالا ملوان با مازیار زاره تنها تیم بدون پیروزی لیگ تا به اینجای فصله. آژیر خطر اول در پایان هفته هفتم در انزلی به صدا در اومد. بهترین برد تاریخ نساجی در لیگ برتر مقابل پدیده شش هفته ابتدایی لیگ به دست اومد. سه سال و یه ماه بعد از بازی مقابل پیکان، نساجی تونست مقابل نفت مسجد سلیمان در یه مسابقه 4-4 برسونه و البته این بار برخلاف بازی با پیکان هیچ گلی هم دریافت نکرد. ضربشو میزنه و با قدرت توپ در کنج دروازه جای میگیره. حالا پاس برای زامران، یه ضربه و گل. یه بار دیگه ضربه کنر، یه ضربه سر در دهانه دروازه، فرصت و گل. یه پیروزی مقتدرانه برای خارج شدن مطهری و کادر فنیش از زیر بار فشار نمایش ناامید کننده هفته ششم مقابل استقلال. نتایج نفت مسجد سلیمان باز هم میانگین گل مسابقات لیگ رو افزایش داد. تیمی که با رد و بدل شدن 20 گل در 7 مسابقه با اختلاف جذابترین بازی های لیگ امسال رو به نمایش گذاشته. فولاد و نکونام دوباره در خونه موفق به شکست یه تیم نیمه دوم جدولی نشدن. مثل کرمانی که فصل قبل فولاد رو تو جام حذفی شکست داده بود، این بار هم با یه نمایش منطقی اجازه موقعیت سازی به تیم اهوازی رو نداد. تو سریال کارت زرد مربیان تو لیگ 22 فرزاد حسین خانی سرمربی مثل کرمان هم ایفای نقش کرد. و اما در بازی دیگه استاد مساوی به اولین برد فصلش رسید. زوبی ها بعد از 6 تساوی پیاپی با تکل سجاد آشوری در اصفهان از صد پیکان گذشتند. موقعیت هست در اون محوطه جریمه توی دروازه، گل برای تیم زوباهن. شاگردان تارتار با میانگین یک گل در هر بازی یکی از تیم‌های بدون شکست لیگ تا به اینجا هستند. تیمی که یکی از سخت‌ترین قرعه‌های شروع لیگ نصیبش شد و تو همین 6 هفته ابتدایی با پرسپولیس، سپاهان و تراکتور بازی کرد. بله، میخواییم بریم خلاصه بازی گلگهر سیرجان و استقلال تهران رو به اتفاق ببینیم. الانش هم نگاه میکردم اولین باخت آقای قلعه نوعی در فصل 22 یا 22مین دوره لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس اون بود و البته که 8مین باختشون به استقلال. نه به اون خوشوبش ها و عکس های یادگاری ابتدای مسابقه دیدین که آقای ساپینتو به همراه مترجمشون با آقای امیر قلعه نوعی در ابتدا داشتن با همدیگه صحبت میکردن و خوشوبش میکردن، نه به اون دعواها و درگیریهای ادامه و پایان بازی. بفرمایید. همین لحظه در سوت خودش می‌بینم آقای عرب براقی و بازیکن استقلال چهره محبی رو یه لحظه دیدید، بازیکنی که توسط امیر قلعه نوعی به فوتبال کشور معرفی شد، بازیکنی که از شاهین بوشهر به سپاهان آورد امیر قلعه نوعی. اونجا یه درگیری هم بین بازیکن دو تیم صورت میگیره. این صحنه برخوردی که کیروش استنلی داشت با واگذار کرد به شکاری،
خیلی راحت توپش رو گرفتن توسط رضاوند. حالا محبی با به توپ حرکت میکنه، محبی میبره به سمت چپ، در حقیقت رازپورت صدا توی دروازه، اولین گل برای استقلال و محمد محبی که خوشحالی نمیکنه. محبی، نتیجه 1-0 میشه. ببینی سمت راست پاس در عرض و اینجا محبی خیلی راحت دروازه گلگوهر سیرجان رو باز کرد. روی پاس پیمان بابایی. مصلح پرتاب رو انجام میده برای باینما، توپ رو میفرسته به محوطه جریمه، فرصت برای گلگوهر و اونجا نتونست به خوبی به توپ ضربه بزنه مهدی تیک در این نژاد. کیروش استنلی، شکاری پا به توپ حرکت میکنه، رضا شکاری پشت محوطه جریمه میبره به سمت راست، فرصت خوبی است برای تیک دری به سمت دروازه و اونجا حسینی توپ رو برمیگردونه و گل، گل مساوی برای گلگوهر سیرجان. ببینیم شکاری برد به سمت راست، محکم و پرقدرت زد و اونجا بله ضربه تیک دری نژاد وارد دروازه شد و نتونست حسینی دروازه یکی حسینی، هردانی و جلالی. محبی برای سعید مهری، پا به تو برکت میکنه سعید مهری پشت محوطه جریمه با پای راست به سمت دروازه، دری دور میکنه، یه بار دیگه میارم به سمت راست، خطا و به نظر میاد پنالتی اعلام کرد آقای عرب براقی. بله پنالتی اعلام کرد آقای امیر عرب براقی. باید ببینیم در صحنه آهسته آیا خطا پشت محوطه جریمه بود یا داخل محوطه جریمه. کنار زمین همه چیز به هم ریخت یه لحظه. بله در صحنه آهسته میبینید خطا رو خود قاسمی نژاد. حالا یه درگیری هم اونجا کنار زمین بین کادر فنی گلگوهر و استقلال رخ میده. حالا باید ببینیم تصمیم خودش رو عوض میکنه. خب ریکاردو ساپینتو رو اخراج میکنه آقای عرب براقی و کسی نیست حالا این ساپینتو رو بگیره. ببینید چه کار میکنه، اخراج کرد آقای عرب براقی، رفت به سمت نیمکت گلگوهر سیرجان. اوه اوه چه کار میکنه ریکاردو ساپینتو، 4-5 نفری گرفتن ساپینتو رو، کلن عصبی شد یه لحظه. ناظر فدراسیون هم کنار زمین هست. حالا کوین یامگا باید ضربه پنالتی رو بزنه، حرکت میکنه پشت توپ میزنه و توی دروازه، گل برای استقلال تهران و نتیجه 2-1 میشه در وقتهای اضافه این دیدار. توی کل درگیری ها اصلا جلو نیومد قلعه نوعی، خلاف جهت حرکت فروزان کوین یامگا سومین گل خوش رو در این فاز برای استقلال به ثمر میرسونه. توپ برگشتی تونست گل اول رو بزنه و اما در دقیقه 89 اون مسابقه هم حالا فرصت برای اریک باینما به سمت دروازه، توپ اونجا جمع میشه توسط سید حسین حسینی. حالا ضد حمله، فرصت برای استقلال و اونجا فروزان از دروازه بیرون میاد و توپ رو در اختیار میگیره. یه مسئله ای بگم در رابطه با بحث داوری که علارغم این که کاملا بحث پنالتی درست بود و شرایط
پنالتی رو کاملا تایید میکنیم، اما تنها چیزی که اتفاق افتاد این بود که ما چون مکرر مخصوصا توی این بازی مشابه اتفاقات بد داوری زیادی در گذشته برامون افتاده بود، این حساسیت توی تیم ما و توی بازیکنهای ما بود و با کوچکترین مسئله این حساسیت و این اتفاقاتی که در گذشته افتاده بود تیم ما رو اذیت میکرد، چه روی نیمکت چه توی زمین بازی، که فکر میکنم این تأثیر عصبی بسیار بسیار بزرگی داشت، چون به کرات این اتفاق در بازی استقلال در بازی‌های گذشته برای ما افتاده بود. I would like only to say a situation because of our coach. He was supposed to be here, not me. باید یه چیزی بگم که سرمربی باید به جای من اینجا بودن. You all know he already gave an interview the last day about the situation. خب همه میدونن که ایشون یه مصاحبه قبل این که اینجا بیایم انجام دادن دیروز. Of the assistant coaches of other teams. که راجع به دستیارهای مربی سایر تیم هاست. We are assistant coach to help our coach. ما دستیارها باید به سرمربی ها کمک کنیم. This is our job. این شغل ماست. Not to provoke the other coach's team. نه اینکه تیم دیگه و نیمکت دیگر رو تحریک کنیم. You don't see nobody from Esteghlal, assistant coach, speaking with the other coach. شما نه اینکه کسی از نیمکت استقلال با نیمکت اونا صحبت کنه. And in two games, Nasaji and here again today. Nasaji و این بازی. I ask why? Why the assistant coach must speak with our coach? چرا؟ Why? من اینو میخوام بپرسم بدونم چرا باید دستیار مربی با نیمکت ما و سرمربی ما صحبت کنه؟ Why they don't respect coach? چرا احترام نمیذارن به مربی، سرمربی؟ Coach don't disrespect nobody. سرمربی به هیچ کی بی‌احترامی نکرد. Yes, he lives the game. He's passionate about the game. داره عاشقانه فوتبال دنبال میکنه و هیجانی هستش. بله، بعد از 210 روز گلگهر باخت و اون حرکت عجیب امین قاسمی نژاد هم در نخود جالب بود دیگه. تو اون شرایط زمانی اینکه شما بلند شی یه توپی که میدونی صاحبش شاید نباشی، 50-50 بود دیگه نقطه فرود توپ رو. حالا به حال ما بیرونیم، کنار گودیم، داریم اینجوری تحلیل میکنیم، ولی میخوام بگم که اگرم قصد دفع توپ رو داشت به هر شکل به نظر میومد که اگه با سر میزد شرایط بهتر میشد تا اینکه اونجوری بلند شه و در نهایت هم اون اتفاق بیفته. بازی که حساس بود قطعا برای گلگهر سیرجان و امیر قلعه نو. سلام میکنم به جناب آقای سعید فتاحی. به هر حال شنیده شده که مشکلات باشگاه استقلال پرسپولیس برای حضور در لیگ قهرمانان آسیای فصل پیش رو با گرفتن مجوز حرفه‌ای تا حدودی رفع شده. به همین خاطر و به همین بهانه هم در مورد این موضوع و سرفصلی که خدمت شما عرض کردم و هم اتفاقاتی که پیرامون بازی گلگهر سیرجان و استقلال تهران به وجود آمده گفتگو میکنم با جناب آقای سعید فتاحی، معاون اجرایی باشگاه پرطرفدار استقلال. وقتتون بخیر، خوش آمدید. بنده سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما، جناب چوچی، همکار محترمتون و بینندگان عزیز. تبریک میگم به هواداران باشگاه بزرگ استقلال برد بازی دیروزمون. امیدوارم که همه هموطنان عزیزمون در صحت و سلامت باشن و زندگی خوبی داشته باشن. خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتین روی برنامه، رو خط برنامه خودتون. دوستان اگر صدای سونو رو بیشتر به من بدید ممنونتون میشم. وقت خوشین روی خط برنامه خودتون، شبهای فوتبالی اومدین. از مجوز حرفه‌ای استقلال شروع کنیم بعد برسیم به بازی هفته هفتم مقابل گلگهر سیرجان. شنیده شده که مشکل استقلال برطرف شده، شما تایید میکنید، تکذیب میکنید؟ البته من با آقای میر که صحبت کردیم در خصوص بحث برنامه‌ریزی دید و حالا سوالاتی که برای هواداری ما پیش اومده بود در خصوص این 8 هفته مسابقات که ما واقعا جای سوال داره برای خود من که سالها برنامه‌ریزی لیگ رو انجام دادم، اینه که تو 8 هفته باشگاه استقلال 7 هفته جلوتر از پرسپولیس بازی کرده. این سال گذشته این اتفاق افتاد، اعتراضات مکرر باشگاه به سازمان لیگ کتبن شفاهن انجام شد. هفته پیشم بنده یه نامه زدم به رئیس سازمان لیگ، سرپرست محترم سازمان لیگ، و اینو کتبن درخواست کردم که دلیل اینو برنامه‌ریزی رو به ما اعلام کنن که تا این لحظه اعلام نشده. به نظرتون آقای فتوی با توجه به سابقه که شما دارین، تجربه‌ای که شما دارین، علتش چی میتونه باشه؟ ببینید آقای تونجی، زمانی که من برنامه‌ریزی لیگ رو انجام میدادم
از 30 هفته لیگ استقلال و پرسپولیس دو هفته که با هم بازی دارن، دو هفته 29 و 30 هم همزمان میمون، 26 هفته. شما سابقهش هست، میتونید ببینید از 26 هفته 13 هفته اول استقلال بازی میکرد، 13 هفته پرسپولیس، یعنی به طور مساوی بود، یعنی عدالت برقرار میشد توی. ولی متاسفانه سال گذشته برای باشگاه استقلال این اتفاق نیفتاد، خدا رو شکر ما قهرمان شدیم. امسال هم از هفته اول تا هفته هشتم که حالا 7 هفتهش گذشته و هفته هشتم هم که خیلی جای سوال داره که با حتی بازیایی که تیم ما میزبان تو آزادی، ما اول بازی میکنیم بعد پرسپولیس تو شهرستان بازی میکنه. حالا یه وقتی هست بله با نفت مسجد سلیمان بازی داره و بازی‌ها تو یه روز باید برگزار شه. خب اونجا گرمه. خب مثلا طبیعتاً باید بعد از بازی تهران برگزار شه تو فصل گرما. ولی پارسال سال گذشته شما شاهد بودید ما اول تو اهواز، ما اول با فولاد بازی کردیم بعد پرسپولیس تو تهران حالا با یه تیمی بازی کرد. اینجا سوال داره و واقعاً برای هواداری ما هم سوال، هوادارا بدونن که ما تمام تلاشونو می‌کنیم که حق باش به صلاح ضایع نشه. مخصوصا توی این قضایا، ولی هنوز باشگاه، هنوز سازمان لیگ به ما جواب قانع کننده ای نداده. واقعا من موندم، حتی با توجه به اینکه الان بازی ها تعطیل بوده و فیفا دی داشتیم، چرا بازی عقب افتاده فولاد انجام نشده و هنوز فولاد بازی عقب افتادهش انجام نداده. میگم امیدواریم که بهتر از این انجام بشه. خیلی هم خوب. البته خب من یه سوالی پرسیدم با توجه به اینکه شما این جواب رو دادیم، من به این نتیجه رسیدم که توی فرصت مناسبتر ظاهرا دوست دارید به سوالی که من پرسیدم جواب بدید. ببینید سال گذشته متاسفانه علارغم که تمام تلاش باشگاه و همکارای من تو باشگاه انجام دادن، حالا به واسطه اشتباه فدراسیون فوتبال تو اون زمان باشگاه استقلال از مسابقات حذف شد متاسفانه، که خدا رو شکر باشگاه استقلال اون موقع هیچ بدهی مالی نداشت، ولی متاسفانه به خاطر مسائل پیش پا افتاده و حالا مسائلی که بین کمیته بعدی و کمیته تجدید نظر تو مجلس حرفه‌مون اتفاق افتاد و حالا مسائلی که خودتون میدید هنوزم ما صدور مجوزمون الان تعلیق، هنوز مجوز صدور مجوز ندارن. بله. امیدواریم که مشکلات حل بشه. ما از 3-4 ماه پیش تو باشگاه کارو شروع کردن، دوستان همه همکارا مسئولیت‌های خودشون دارن انجام میدن. امیدواریم و تمام تلاشمون رو می‌کنیم که امسال بدون مشکل استقلال بتونه تو آسیا حاضر بشه. خیلی متشکرم از اینکه پاسخ دادید. حالا بیشتر ما مهمان حضوری داریم، جناب آقای پریزگار سرپرست محترم دبیرکلی فدراسیون فوتبال، در مورد این موضوع حتما از ایشون سوال خواهم پرسید و ببینیم که در مورد تکلیف چه خواهد شد. هواداری استقلال پرسپولیس دوست دارن، حالا حتی نساجی که قهرمان جام حذفی شده یا سایر تیمایی که تونستن به عناوینی دست پیدا کنن، تیمشون رو توی بالاترین سطح فوتبال آسیا در بخش باشگاهی که لیگ قهرمانان آسیا هستش ببینن. آقا از حواشی شما همراه تیم استقلال بودین، تشریف برده بودین سیر جان؟ نه من سیر جان نه من تهران. خب پس یه سری از سوالای منسوخ. اما چی بود داستان، از حواشی بگین، چه اتفاقاتی اونجا افتاد، در جریان جزئیات هستین؟ حالا تقریبا در جریانش هستم، ولی من یه سوال کنم فکر کنم جواب همه سوالای شما رو با این بدم. تیمی که در اون دقیقه براش پنالتی گرفته شده یا به حق هم پنالتی گرفته شده باشه، دلیلی نداره سرمربی اخراج شه. یعنی اگر عکسش بود گفتم بالاخره اعتراض کرده سرمربی، امکانش هست. ولی اینکه تیمی که براش پنالتی گرفته شده تو اون دقیقه و تیمی که میهمان هم بوده پنال سرمربیش اونجوری اخراج میشه، قطعا یه دلیلی داشته و دوست دارم از باشگاه گلوهر بیان توضیح بدن. این اتفاقات خیلی شایسته فوتبال نیست، بذارن نتایج تو زمین رقم بخوره، خیلی مسئله به وجود نیارن. سال گذشته برای دوتا بازیکن ما یه همچین مسئله به وجود آوردن، دو تا بازیکن خارجی ما که علارغم اینکه کارت براشون صادر شده بود نتونستن تو بازی گلگهر بازی کنن. قبل بازی ناظر بازی اومد گفت اینا محروم هستن، دستوری همچین کاری نمیتونست بکنه چون براشون به درستی کارت صادر شده بود. حالا این مسائل پیش اومد، بازیکن غیر مجاز داشتن، ما شکایت کردیم، کمیته انضباطی رأی داد، کمیته استیناف رأی داد، هیچ مشکلی هم ما با باشگاه گلگهر نداریم. ولی نمیدونم دوستان چرا دوستان این قضیه کش پیدا کنه. بعد تو بازی هم
مورد خاصی نبود. فوتبال هیجانه، بالاخره سرمربی ما انسان فوتبال دوست داره، با عشق به کارش داره کارشو پیگیری میکنه. بعید میدونم که میخواسته بازی به هم بزنه، چون پنالتی به نفع استقلال بوده. بعد میگم شما چند کارش کنید دلیل این مسئله که اتفاق افتاده رو بپرسید. رفتار سرمربی تیم استقلال آقای ساپینتو، آقای فتایی، چون شما از دوستان خوب من هستین، میخوام مشخصا و شفاف بپرسم که قابل دفاع بود به قول شما تیمی که خب پنالتی به نفعش گرفته شده تو اون دقیقه؟ خب بعد از اینکه به هر حال 50-50 است دیگه، حالا 50% با توجه به اینکه ایشون تو بالاترین سطح فوتبال دنیا جام جهانی رو هم دیدن بازی کردن، اینکه یه دفعه میان همچین رفتاری میکنن با توجه به اینکه بازی اتفاقی اینجوری هم براشون تو بازی ملوان افتاده بود و قطعا در جریان جزئیات قوانین لیگ ما هم هستن، قابل دفاع است؟ ببینید قطعا من دفاع نمیکنم از ایشون، میخوام کارشون رو توجیه هم نمیخوام بکنم، ولی شما تو بازی با ملوان به هر حال، چون من تو ورزشگاه هم بودم دیدم خودم، اولا که انتخاب اون جا برای دوستان ما امدادگرا جای درستی نبود که توسط عوامل برگزاری انتخاب شده بود، کنار نیمکت حریف، و اونم انزلی که بالاخره همه انزلیچی ها میدونن که ملوانی هستن و خیلی هم به شدت ملوانی هستن، یعنی با شروع هیجان خیلی زیادی ملوانی هستن. به هر حال تو اون صحنه تیمشون گل زده بود، شادی کرده بودن. میگم دفاع نمیخوام کنم، اون اتفاق افتاد، دیدید خودشون اومدن عذرخواهی هم کردن، همون بعد بازی اومدن عذرخواهی کردن بالاخره از امدادگرا و دلجویی کردن. تو این بازی هم من دارم همین رو میگم، تیمی که بالاخره تو اون دقیقه صاحب پنالتی شده، دلیلی نداره که مربیش بیاد این کارو کنه، حتما یه مشکلی براش وجود داره. چرا میخوام بگم این مشکل کجا بود آقای فتایی؟ اتفاقی افتاده یه حرفی کسی اومده زده؟ خب همین میخوام ببینم شما در جریان، بالاخره شما شنیدین دیگه کی چه حرفی زده که آقای ساپینتو رفتار هیجانی داشته؟ این مسئله تو کمیته انضباطی و در مجمع قانونی پیگیری میشه از طرف باشگاه. به هر حال من میگم که بدترین حالت اینه که یه توهینی شکل گرفته باشه با توجه به توضیحات شما. این رفتاره به نظر من رفتار عجیبی، اونم از ساپینتوی که بازم تاکید میکنه. حالا یه وقت یه طرف آماتوره، میگم آقا آماتوره، لیگ حرفه‌ای مثلا کار نکرده، ولی ساپینتو مربیان، حالا من میگم ساپینتو به خاطر اینکه توی متن کار بوده، خیلی از بازیکن‌ها و مربیای خارجی که میان تو لیگ ما الگوان دیگه، اخلاقی رفتاری حرفه‌ای ان، بنابراین رفتاره این شکلی تو هفته پایان، مثلا هفته هفتم، هنوز هفت هفته از لیگ به پایان رسیده، اینکه تا تش چه اتفاقی قرار باشه بیفته، این انتظار میره که در کنار اون فضای حرفه‌ای فنیشون اخلاقی هم الگو باشن و در نهایت میطلبه که شما به عنوان معاون اجرایی و سایر دوستانی که تو بخش فرهنگ باشگاه استقلال هستن یه صحبتی بکنم، میگن آقا این هیجان خوبه. یه جا من یه مصاحبه از مورینیو داشتم گوش میکردم در مورد کنته، میگه آقا کسی که کنار زمین بالا پایین میپره نشان از تعصبش نیست، تعصب یعنی اینکه شما در طول روز، در طول هفته، در طول ماه و سال 24 ساعته کار کنی و تیمت رو به سمتی ببری که بتونه ببره و نتیجه بگیره. میخوام بگم بعضن یه مدلایی میبینیم که حالا شاید تعریف سرمربیایی که لب خط هستن روی صحبت مثلا آقای ساپینتو نیستن، بالا پایین میپرن، مثلا واکنشای اینجوری هیجانی دارن، مثلا آقا من سرمربی یا مثلا بازیکن تعصبی هستم. بهشک خیلی متشکرم از توضیحتون، فقط این سوالو بپرسم، الان تو فضاهای مختلف شنیده میشه آقای ساپینتو دو جلسه محروم شدن، شما تایید میکنید یا تکذیب؟ هنوز جلسه کمیته انضباطیشون برگزار نشده و اگر بشه هرچی باشگاه استقلال به قانون احترام میذاره، هرچی کمیته انضباطی حکم بده، چون شنیده شده که به حال به واسطه اون محرومیت تعلیقی یک جلسه مقابل تیم ملوان، بازی مقابل ملوان، اگه قرار باشه اینجا هم این اتفاق بیفته، هرچند که ایشون یه جلسه محروم هستن به خاطر کارت قرمزی که گرفتن. بله اون ببین کارت قرمز بازیه، اون ربطی به حکم تعلیقیشون نداره. اگر کمیته انضباطی رأی دیگه صادر کنه، اون چون طبق قانون فعال میشه دیگه، شما خودتون هم به حال تو سازمان لیگ بودین. ببین وقتی کارت قرمز فعال میشه کمیته انضباطی نیستش، تو طول بازی مثلا یه بازیکنی که کارت یه جلسه تعلیقی محرومه، تو رأی شما اگه کار غیر انضباطی بکنه، یعنی برای اخراجش نباشه، یعنی حرکت دیگه انجام بده یا مثلا فراتر از اخراج باشه، اون رأیش تعلیقیش به مرحله اجرا در میاد.
این دیگه بر عهده کمیته انضباطیه و کمیته انضباطی قطعاً تو رأیش اینو مد نظر قرار. خیلی متشکرم آقای فتوی. در خصوص حسابی تو من یه توضیح خدمت شما بدم. من بالاخره سالها تو فوتبال بودم، مربی بزرگی دیدم. من بعد از آقای کیروش واقعاً که شما فرمودید مربی باید با عشق در طول روز کار کنه، آقای ساپینتو دیدم واقعا همینجوریه، از صبح تا بعد از ظهر تا شب بالا سر تیمشه، داره تمرین میده به بازیکنای ما با خیلی حرارت و شوق. واقعا هم میگم این خود آقای کیروش که وقت میذاره برای تیمش، ایشون هم داره وقت میذاره. حالا حرارت کنار زمین و هیجانات کنار زمین هم یه طبیعیه. بله، البته من یه تحقیق چند وقت پیش داشتم در مورد مربیان پرتغالی که هر جای کره خاکی که هستن موفقن انجام میدادم، رسیدم به همین نکته که شما میگین، اکثریتشون 24 ساعت کار میکنن. اصلا روی صحبتم ساپینتو نبود، کلا دارم میگم هر مربی که وارد خاک ما میشه خارجی هستش، این انتظار ازش میره که علاوه بر اینکه در دوران بازی حرفه‌ای بوده، مثلا گل زده، عملکرد خوبی داشته، فرهنگی و اخلاقی هم الگو باشه. مثلا نگاه کن ساپینتو، آقا نگاه کن مورایس، آقا نگاه کن بردیف. از این نظر خواستم میگم که بعشه امیدوارم یه اتفاقی بیفته. خیلی ممنونم آقای فتوی. متشکرم از اینکه وقت گذاشتین اومدین رو خط برنامه خودتون شب‌های فوتبالی. ازتون خداحافظی میکنم. ما خلاصه بازی نساجی و نفت مسجد سلیمان رو به اتفاق می‌خوایم ببینیم. منتها قبلش بگم که برنامه شب‌های فوتبالی حمایت میشه در فصل 8 توسط شرکت تک ماکارون با بیش از 3 دهه سابقه فعالیت. داستان چیه؟ داستان اینه که با ارسال کدی که روی بسته‌بندی به سامانه پیامکی 2094-70 هست میتونید برنده باشید. این بسته‌های جدید فوتبالی مربوط به جام جهانیه، یه کدی هستش روی بسته، ارسال کنید به 2094-70 50 تا جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه سفر به جام جهانی. شانس خودتون رو امتحان کنید. امیدوارم که شمایی که شب‌های فوتبالی می‌بینید برنده خوش شانس باشید. بریم یک بخشی رو ببینیم، عرض کنم خلاصه بازی نساجی و نفت مسجد سلیمان، بعدش مهمان بسیار عزیزی جناب آقای داوود پریزگاری سرپرست محترم دبیرکلی فدراسیون فوتبال به جمع اضافه خواهند شد. بفرمایید. شما هستیم با پخش زنده یک دیدار از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور. سعید جلالی راد دروازه‌بان مشهدی نفت مسجد سلیمان هم حضور داشت. یه ضربه سر و گل! گل در دقیقه 1 و در حالی که 1:32 از بازی رو پشت سر گذاشتیم توسط ایوب کلانتری، بازیکن شیرازی که سومین گل فصل خودش رو به ثمر میرسونه. ایوب کلانتری روی ضربه کرنر ارسالی علی شجاعی کاملا شناسایی کردن. یه پاس در اون فرصت برای آدمانیان، اونجا درگیر است با کبیر، به سر توپ میزنه خود آدمانیان، یه پاس خوب اما کمی بتونن یه فرصت یه لحظه تعادلش به هم میخوره. بازیکن تیم صاحب توپ است، تو عرض حرکت میکنه، یه پاس تو اون فرصت برای رنجبری، از دروازه خارج شد یه لحظه حقیقی و خطا روی حقیقی رو اعلام میکنه آقای منصوریان. دست به جیب هم شده به نظر میرسه و قصاری یه کارت زرد رو هم به پیمان رنجبری نشون بده و اعتقاد داره که تمارز کرده. شجاعی یه ارسال، یه فرصت، ضربه سر در محبت گل و اعلام آفساید. پرچم آقای یعقوب سخندان بالا بود و اعلام آفساید میشه از بازیکنان نساجی. بلند، یه ضربه سر و گل. خب خطا رو اعلام میکنه آقای منصوریان، خطا رو اعلام کرد روی علیرضا حقیقی. معترض هست آقای مهاجری، در حالی که خود بازیکنی که خطا کردم از حقیقی عذرخواهی کرد. نریمان جهان و پایان 45 دقیقه تلاش دو تیم در نیمه اول.
یه حرکت خوب از هردانی در موقعیت آفساید، ضربش دروازه رو باز میکنه، اما پرچم کمک دوم این بار بالا هست. تعویض منطقه بازی برای هردانی، اونجا مقتدایی پوشش لازم رو انجام میده، خود هردانی توپ رو میگیره، حرکت خوب هردانی برای کریم اسلامی و اعلام پنالتی. خطایی که انجام میشه توسط، اگر اشتباه نکنم، بله 88 اسماعیل بابایی است که روی عبدالکریم اسلامی این خطا رو مرتکب شد. در 64مین دقیقه خود حامد ضربشو میزنه و با قدرت توپ در کنج دروازه جای میگیره تا 2-0 حالا نساجی پیش بیفته. نساجی 2 نفت مسجد سلیمان 0. بازیکنان نساجی ارسال بلند، یه فرصت، یه ضربه سر خطرناک و توپی که به بیرون میره. حالا نفت مسجد سلیمان کمی جلو اومده، یه ارسال مواج، یه فرصت در اون محوطه پیمان میری، یه ضربه خطرناک و اونجا در دهانه دروازه عبدی است که توپ رو برمیگردونه. هردانی با یک ضربه بلند توپ رو دور میکنه، اونجا آدم نیان حضور داره، درگیر است با مقتدایی. خود آدم نیان یه توپ رو با یه خوب، فرصت برای تیم نساجی هست، یه مقدار تعلل میکنه تا زامران برسه، حالا پاس برای زامران، یه ضربه و گل. حرکت خوب بازیکنان نساجی در ضد حمله و حرکت بهتره آدم نیان تا به این شکل گل سوم تیم نساجی هم توسط حسین زامهران به ثمر برسه در 72مین دقیقه. واسم تو عرض، یک اشتباه پشت محوطه جریمه زامهران، صاحب توپ هست، با گذرگون به شریفی، حالا برای مسعود شجاعی، یه ارسال خوب، میرفت اونجا ضربه سر رو بزنه زامهران که ارتباط رو عقیل کبی قطع کرد. یه ارسال مواج و جلالی راد که درست چسبیده به دیرک عمودی اول، توپ رو مشت میکنه و مجددن کورنر تکرار خواهد شد. خود شجاعی یه بار دیگه ضربه کورنر، یه ضربه سر در دهانه دروازه، فرصت و گل. گل چهارم هم به ثمر میرسه روی ضربه کورنر ارسالی شجاعی. ضربه سر ابراهیمی، پاسی که به این شکل ارسال شد در دهانه دروازه توسط شجاعی و ضربه تمام کننده شریفی، بازیکن تعویضی که اولین گل خودش برای نساجی و چهارمین گل نساجی رو در این دیدار به ثمر میرسونه. یه پاس خوب، یه حرکت از کریمی پشت محوطه جریمه، تعویض منطقه بازی برای شجاعی، حالا فرصت داره خود شجاعی، یه ضربه با پای راست، پای غیر تخصصی که نتونست دقت لازم رو داشته باشه و پایان بازی با حساب 4-0. بس اولش خب تغییر ساعت بازی رو تو 3 ساعت تو گرمای شرجی مازندران از 6-3 یه بسه. خب ما برنامه‌مون تغییر کرد، خب برای دو تا تیم بود، ولی خب اونا میزبان شرایطشون فرق می‌کنه. داور یکی دو جا میتونست به نظر من رو پنالتی اول رو یک هیچ به نظر من شرطی بود که میتونست پنالتی بگیره، نگرفت. ولی میگم انقدر باختمون بد بود نمیشه اینا رو بهونه قرار داد. امروز ما قطعا تیم خوبی نبودیم و فکر میکنم یه مقدار شرط دوری از بازی ها و شاید هم یه مدار سنگینی بدن بچه‌ها امروز کاملا مشهود بود. یه جاهایی نشستیم عقب، میدونستیم که از بازی چی می‌خوایم، از فضای پشت دفاعشون استفاده کردیم. واقعا تیم مسجد سلیمان هم تیم بسیار خوب و قابل احترامیه، دنبال این هستن که واقعا فوتبال بازی کنن، اینو تو هفته‌های گذشته هم نشون دادن. ولی خیلی خوب کار کردیم تو بحث انتقالمون، رو بحث ضربات ایستگاهیمون که کار کرده بودیم روش و خدا رو شکر نتیجه خیلی خوبی گرفتیم. به تک تک بچه هامون تبریک میگم. البته که یه جاهایی از بازی یه مقدار بچه هامون سهل انگاری کردن، میتونستیم نتیجه بهتری رو رقم بزنیم، ولی خب باید از این بازی هم درس بگیریم که ایشالله بتونیم یه تیم خوب و موفق باشیم. همیشه به کار تیمی و تیم ورک اعتقاد داشتم همیشه و دیدید که امروز بچه های ما واقعا یه تیم به معنای واقعی بود. بله، پرگلترین پیروزی نساجی در تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران هم رقم خورد. 4 تا شاگردان حمید مطهری زدن و دیگه آقای مهاجری هم بازگشت، حالا
بازگشتشون به قائم شهر ما رو به یاد سریال پایتخت میندازه دیگه. اینم از این، امیدوارم که همچنان بیننده برنامه خودتون شب‌های فوتبالی باشید. تو بخش قبلی اشاره کردم که مهمان حضوری ما جناب آقای داوود پریزگاری هستن، سرپرست محترم دبیرکلی فدراسیون فوتبال. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان خوب برنامه شب‌های فوتبالی، خدمت شما جناب توتونچی عزیز و همکاران محترمتون. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. ما اگر اجازه بدید از تیم ملی بزرگسالان شروع کنیم و دو تا بازی دوستانه‌ای که در فیفا دی انجام شد، خدا رو شکر یه برد یه مساوی مقابل دو تا تیم با رنگ بالاتر از خودمون، هر دو به هر حال با ستاره های خودشون اومدن و در نهایت در اردوی اتریش نتیجه خوبی. دوستم در مورد این اردوی بگین اگر نکته‌ای هست، چیزی که جا مانده باشه مردم دوست داشته باشن بدونن، و بعدش بریم سراغ سوالات دیگه. خب نکته مهمش این بود که به هر حال دو تا بازی خیلی سنگین به نظر من تیم ملی فوتبال کشورمون انجام داد، دو تا تیم مطرح جهان، و به نظر من نتایج خیلی خوبی هم کسب کرد. حتی اون نتیجه قابل پیش بینی بود. میخوام ببینم قبل از اینکه بریم اردو اتریش، مثلا کیروش بازیکن ها از روحی روانی که جلو اوروگوئه با سوارز و بقیه و مثلا با سنگال با مانه و بقیه پیش بینی میگن که اتفاق بیفته. نتایج فوتبال که موضوع دیگه است، ولی خب به حال فوتبال و همین اتفاقاتش هم چیزی بچه‌ها نگفتن، چیزی نشد. ولی با توجه به انسجامی که تیم ملی داشت، با توجه به شرایطی که تو اردو بود، همون مقطعی خیلی کوتاهی که به حال سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون اضافه شد به تیممون و بازیکن‌ها با اون انگیزه بالایی که داشتن میشد پیش بینی کرد که به حال یعنی حالشون خوب بود. بله، این خیلی مهمه که توی اردوی تیم ملی چه اتفاقی میفته، بازیکن‌ها با چه روحیه‌ای در اردو شرکت میکنن، در تمرینات شرکت میکنن، و واقعا میشد توی همون تمرینات اولیه اون جلسه‌ای که فکر میکنم روزی که آقای کیروش تشریف آوردن بعد از ظهرش تمرین گذاشتن، تو همون تمرین اولیه میشد این روحیه رو توی بچه‌ها دید که با انگیزه بالا و هم قسم شدن میتونن برن و نتیجه خوبی کسب کنن. به نظر من اون نتیجه مساوی هم میتونست برد باشه. حالا که اشاره کردیم به هم قسم شدن و همدل شدن، یه سری اخباری مخابره میشد از اردو و اتریش که آقا دو دستگی و مثلا فلان بازیکن با اون یکی بازیکن قهر اختلاف داره. نمیدونم شما توضیح میدید به خاطر این اتفاقات و اخباری که شیطنت رسانه‌ای بیشتر میشه، خصومت گایتا. ببین بعضی همیشه بوده، این چیز جدیدی نیست. من فکر میکنم سال من 24-25 سال که من خیلی دیدم همیشه کنار تیم و گروهی که موفقیتی رو کسب میکنن این حرفا هست و اجتناب ناپذیرم از باید باش کنار بیای و اون هدفی که براش برنامه ریزی کردی رو بهش برسی. خیلی به نظر من انقدر بازیکنهای ما، انقدر کادر فنیمون و فدراسیون حرفه‌ای هست که این حرفا روش تأثیر نداشته باشه و به اون هدف بزرگی که پیش بینی کرده و جام جهانی و نتیجه مطلوبه در واقع در جام جهانی بهش برسه، خیلی این حرفا محلی از اعراب نداره. خیلی هم خوب. در مورد دستیار ایرانی آقای کیروش، جواد نکونام که کلن تموم شد دیگه، یا نه همچنان امیدی هست برای این مذاکرات رو انجام شد؟ بعد از اینکه تیم از اتریش اومد قرار شد بشن حالا صحبت بکنن با آقای نکونام. یک مربی حرفه‌ای هست و این کار هم کار حرفه‌ای هست. ایشون سرمربی تیم فولاد هستش، قطعا اونجا تعهداتی رو داره به تیم فولاد خوزستان و فکر کنم آقای کیروش هم یکی از گزینه‌هاش آقای نکونام باشه. تنها گزینه‌اش ظاهرا. بخوام ببینم پرونده آقای نکونام بسته شده یا نه؟ هنوز بسته نشده، ولی خب در حال مذاکره هستیم. حالا با کی؟ با آقای گرشاسی مدیر عامل محترم. چون خود آقا جواد که قطعا باید با آقای گرشاسی باشه. به حال عرض می‌کنم به حال دیگه حرفه‌ای مربی حرفه‌ای کارم باید حرفه‌ای انجام بشه. با مدیر عامل فولاد باز مذاکره بشه، صحبت بشه که اگر به حال این به این تفاهم برسن ایشون هم فقط موضوع رضایت مدیر عامل باشگاه فولاد یا نه مثلا یکیش قطعا همینه. آقا جواب مثلا تعهدی خواسته که آقا مثلا بعدش من چون شنیده شده بود که سرمربی میخواد بشه و اولویتی سرمربی بودنه، حالا نه تو جام جهانی، شاید تو جام ملت‌ها. بله، این سوال شد که در آینده به حال ما باید از تفکرات مربی حرفه‌ای که کنار تیم ملیمون هست استفاده کنیم برای مربیای داخلی خودمون که بتونن در آینده تیم ملی ما رو رهبری کنن. یعنی آقای نکونام از فدراسیون خواسته که تعهدی بدهد
که در آینده سرمربی تیم ملی باشه. حالا اینجوری که تعهد به دارو کاغذ بزنن، ولی خب به حال این یک اتفاقی که میتونه در آینده برای فوتبال کشورمون، برای مربیایی که به حال تو کشورم دارن زحمت میکشن، این افتخار پوشیدن سرمربیگری تیم ملی فوتبال کشورمون به ایرانیا برسه. این برای نسبت خواستشون این بوده. بله این میتونه باشه. خیلی هم خوب. خدمت شما عرض کنم که در مورد وضعیت اردو پیش رو، آخرین باری که من با آقای نبی نایب رئیس محترم، نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال صحبت کردم، ایشون گفتن که آقا ما یه بازی دیگه خواهیم داشت با یه تیمی از کشورهای حاشیه‌نشین خلیج فارس. عمان به ذهن من رسید، ولی خدمت شما کنم عرض کنم که ظاهرا آقای برانکو مخالفت کرده بود و بعدش رفتیم سراغ امارات. یا نشد؟ هنوز قطعی نشده. با کدوم کشوری هنوز قطعی نشده؟ با دو سه تا کشور صحبت شده. آخه اینا شنیدیم ما میخوام. بله خب شنیده، به حال رایزنی میکنن دوستانی هستن تو این فضا دارن کار میکنن، رایزنی میکنن، ولی کشوری که قطعی بشه هنوز اسم نبرده بشه. فقط گفتن در حوزه خلیج فارس هستش که فکر کنم تو این اردویی که منتهی میشه به اعزام تیم ملی فوتبال کشورمون به جام جهانی، یک بازی دوستانه خواهند داشت و بعدش هم که اعزام میشن به جام جهانی. پس عمان، امارات، یکی هم من اضافه کنم قطری که میزبانه، بین این سه تا یکی در میاد. یکیشون باشه بعد. میتونه یکیشون باشه. خیلی خوب. به حال امیدوار هستیم که اتفاق خوبه بیفته دیگه. و اینکه لیست نهایی آقای کیروش که اعلام میشه؟ ببین اردو تیم ملی 8 تا 13 نوامبر هست. 8 تا 13 نوامبر. بله. آخرین اردو هستش. 13 هم اعزام میشن به قطر و 14 نوامبر هم بازیکنایی که به حال دعوت شدن به 8 نوامبر اسخای میکنم دوستان، میشه 12 13 هم آوان اگه اشتباه نکنم، 13 هم 14 هم 14 نوامبر هم بازیکنایی که دعوت میشن از سوی کادر فنی تیم ملی از لژیونرامون اضافه میشن تو قطر به تیم ملیمون و تیممون کامل میشه و از اونجا دیگه یه چند روز قاعدتا تمرینات خواهند داشت و بعدش هم که وارد مسابقات جام جهانی میشن. از هفته آینده هم بنا به تشخیص سرمربی تیم ملی و هماهنگی که با سازمان لیگ انجام شده، بعد از بازی ها، بعد از بازی های لیگ، 3 روز بازیکن های لیگمون در اختیار تیم ملی هستند و بعد اضافه میشن به باشگاه هاشون برای بازی بعدیشون. بحث قراردادهای کیروش که بارها شنیده شده که تا پایان جام جهانی. الان من یک سوالی پرسیدم که شما هم اشاره کردیم، بله جواد نکونام دوست داره به هر حال بشینه به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم ملی فوتبال کشورش. میخوام ببینم این داستانه به چه شکله. تا پایان جام جهانی با کیروش قرارداد داریم. بله. بعدش تمدید میشه و نمیشه. بله تا مسابقات آسیایی ممکن ادامه پیدا کنه. بله. این بستگی به با توجه به قرارداد، بستگی به توافق طرفین داره. با به هر حال خدمت شما عرض کنم که اگر طرفین به توافق نرسن چی میشه؟ سرمربی ایرانی فعلا به اونش دیگه فکر نشده. اجازه من جواب نمیکنم، میخوام ببینم از آقای پریزگاری میتونم اجازه بدید جام جهانی بگذرونیم ان شاء الله. خیلی هم خوب. واقعا الان مهمترین اتفاق فوتبالی کشورم هست بحث جام جهانی است. زمان کمی است، شاید واقعا جا داره از همین تریبون من استفاده کنم که دیگه اگر خصومتی، کدورتی، اتفاق چیزی هست کنار بذاریم. این اتفاق به نظرم بزرگترین اتفاق، یا شاید بگم بزرگترین اتفاق ورزشی کشور هستش که داره در جامعه میفته و باید همه همدل بشیم، هم قسم بشیم، کمک کنیم، یه خود از خودمون بگذاریم، به ملی فکر کنیم که انشاءالله تیم ملیمون بتونه اونجا نتایج خوبی بگیره. با توجه به بازیایی که انجام داده، با توجه بازیایی که تیمایی که دو گروه هستن بازی که انجام دادن، شاید به این بتونیم حتی فکر کنیم برای شرط بهتر از جام جهانی. همگروه های ما که تو فیفا دی نتایج مطلوب خوبی به دست نیاوردن. بله ویلز از گروهش حذف شد، آمریکا با یه باز تیم آسیایی دو تا گل خورد. بله با ژاپن مقابل انگلیس شاید مثلا اونجوری که انتظار داشتیم نتیجه نگرفت. انگلیس هم که به حال این میتونه مثلا حداقلش بکنم تنها تیمی که دو تا بازی کرد 4 امتیاز میتونه آبرومندانه بود. ایران روسیه چرا لغو شد آقای؟ فکر میکنم به خاطر همون شرایطی که الان داره، باز که همه ورزشاش ظاهرا میشه یه مشکل. من خیلی اطلاعات ندارم، ولی استنباط هم اینه که با توجه به همه رشته‌هاش لغو شده شاید فوتبالش هم خاطر. خیلی هم متشکرم. ما یه فاصله میگیریم، خلاصه بازی فولاد مثل کرمان رو میبینیم، برمیگردیم تو بخش دوم با سرپرست محترم دبیرکلی فدراسیون فوتبال گفتگو خواهم کرد. بفرمایید.
بازی دو تیم فولاد و امس کرمان آغاز میشه. محمد امین کاظمیان پا عوض میکنه، میتونه ضربه رو بزنه، حالا این کار رو انجام میده. محمد امین کاظمیان بازیکن خطرناکی است. وریا غفوری توی محوطه جریمه یه پاس، احسان پهلوان میتونه کار رو تمام کنه. اجازه شوت زنی نمیدن. یه بار دیگه مس در ضد حمله عارف رستمی اضافه میشه به بازیکنان، با چهار نفر دارن حمله میکنن. ضربه‌ای که میاد به سمت دروازه و توپ از مقابل پای پاتوسی زدن، این بار پشت دفاع برای کاظمیان. تک به تک میشه با کریستوفر کنت، فرصت هست برای اسدی. تو باشگاهمون هم که خدا رو شکر کسی نیستش که هیچ اعتراضی انجام بده، یه نفری اینجا داریم همه کارا رو انجام میدیم. به آقای افشاریان میگیم آقای افشاریان خواهش میکنیم یه داور خوب واسه ما بذارید. ایشون خوب قضاوت کرد، ولی قضاوتی که بخواد یه بازی در جریان باشه اصلا نمیتونست کنترل کنه. به من میگه آقا شاید مصدوم باشه. مگه میشه آقا یه جا دیگه دارن حمله میکنن، گلرشون یه جا دیگه میفته، یه موقعی برخورده. بله آقا ما هم دوست نداریم به هیچ جوونی تو این فوتبال آسیب برسه، خدای نکرده. هر کی خطرناک هم باشه ما دوست داریم فر پلی باشه، ولی یه جا دیگه حمله میشه، یکی دیگه یه جا دیگه تیر میخوره. اصلا یه اتفاقاتی میفته خنده داره. آیا افشاری من سوال میکنم، مگه تیم ما مدعی نیست؟ نمیگیم دهم بشه، پنجم بشه، ما میخوایم پنجم بشه. آیا افشاری شما نمیذارید به خاطر اینکه داور خوب، آقا داوری بذارید، تیم‌ها بهترین داورا رو براشون میذارن، هر روز بیانیه میدن که آقا لطفاً داورای قوی واسه ما استفاده کنید. یعنی چی؟ ما اومدیم که بله با جیب پر از اینجا بریم. حالا یک امتیاز برای ما عرض کردم. ببینید شما قطعا بدونید که فولاد خوزستان امسال مدعیه با این نیرو. ببینید سه سال اگه اشتباه نکنم درسته کادرشون، کادر چهارمین سال پی در پی، باشگاه با امکانات، بازیکنهای بسیار خوب، همه چیشون خوب. و بله ما بدون تعارف بله به چیزی که میخواستیم دست پیدا کردیم، ولی میدونیم که این کافی نیست. تو بازی خونگی قطعا سعی میکنیم که بله. آقای نکونام هم به داوری های هفته هفتم بعد از تعطیلی سه هفته یا 21 روزه اضافه شدن و خدمتتون بگم که در ادامه ما در خدمت جناب محمد فنایی کارشناس داوری هم هستیم. در مورد جزئیات تصمیمات داوران صحبت خواهیم کرد. سرفصل های دیگه هم هستش که قطعا باشون گفتگو خواهم کرد. اما برگردیم به ادامه بحثم با جناب آقای پژگاری، سرپرست محترم دبیرکلی فدراسیون فوتبال. آقا خلاصه بازی فولاد مثل کرمان رو دیدیم، یکی دو تا سوال دیگه برای من پیش اومد در مورد سرمربی محترم تیم فولاد آقای جواد نکونام. این که تو بخش قبلی اشاره کردم و پرسیدم که خب آقای جواد نکونام شرطی گذاشتن برای اینکه سرمربی باشن یا نه، اگر همچین چیزی رو شما تلویحا تایید کردیم، حالا چرا فدراسیون زیر بار نرفت یا نرفته؟ من چیز رو تایید نکردم. حالا شما استنباط من بوده شاید. بخوام ببینم چنین شرطی رو اصلا جواد نمیدم. اطلاعی ندارم واقعا این قضیه، اطلاعی ندارم، چون میگم این یه سری مذاکرات انجام شده رئیس فدراسیون فوتبال با مدیر عامل محترم باشگاه و این که حالا شرطی شروطی اتفاق افتاده واقعا من اطلاعی ندارم، نمیتونم تو این زمین نظر به هر شکلی چون من یه جا خوندم، بازم تاکید میکنم از آقای کارلوس کیروش گفته بود فقط جواد نکونام. میخوام بگم اگر نه گزینه‌های دیگه‌ای غیر از، چون یه بخشی آقای کارلوس کیروش هستن، یه بخش هم فیس فوتبال خودم، گزینه‌های دیگه‌ای هستن که فعلا گزینه‌ای مطرح نیستش. فعلا گزینه‌ای مطرح نیست. پس اگر کارلوس کیروش جواد نکونام نیاد، گزینه‌ای هم مطرح نیست و شاید تیم ملی فوتبال ما کادر فنیش بدونه مربی ایرانی جام جهانی رو شروع کنه. خیلی خوب خدمت شما عرض کنم که آها در مورد با آقای سعید فتایی صحبت می‌کردم، معاون اجرایی باشگاه استقلال، بحث مجوز حرفه‌ای دغدغه اصلی هواداری سرخابی به کجا رسیده؟ اگه اجازه بدین قبل از اینکه از تیم ملی خیلی دور نشیم، من جا داره واقعا یه تبریک جانانه به بچه‌های فوتسال کشورم که همین چند دقیقه پیش بازی سومشون تموم شد. بله مقابل لبنان. فکر می‌کنم توی بازی گروهی سه تا بازی 24 5 تا گل زدن. بله. و با اقتدار قهرمان صدرنشین گروه خودشون شدن. صدرنشین گروهشون شدن. تبریک بگم به شجاعت آقای وحید شمسایی، کادرشون و کمیته فوتسال که به حال هم جوانگرایی کردن، هم به نظر من نتایج خیلی خوبی رو گرفتن. با توجه به اینکه یک دوره کنسل شد این بازی‌ها توی کووید به خاطر بحث کرونا و خود
AFC بازی‌ها جابجا کرد. چند سال درگیر این قضیه بودن. بالاخره مسابقات توی کووید برگزار شد و خدا شکر نتیجه خوبی هم تا الان کسب شد. تیم ملی جوانانمون هم همینطور تو مسابقات آسیای قرقیزستان حضور داشتن و سه تا بازی خیلی خوب داشتن. با تاجگی میزبان هم توی گروه ایران بود، اونم تونست توی گروه خودش صدر بشه. دو روز پیش هم که تیم ملی نوجوانان برای مسابقات مقدماتی آسیایی اعزام شدن، برای این تیم هم آرزوی موفقیت میکنیم که انشالله بتونن در گروه خودشون موفق بشن و برن مسابقات آسیایی که در اسفند ماه همین امسال قرار برگزار بشه. خیلی هم خوب، برگردیم به سوالی که من پرسیدم. ببین تو بحث مجوز حرفه‌ای، خب به حال یک به نظر من مقوله خیلی مهمی هست برای باشگاهایی که، چون آقای فتحی اعتقاد داشتن که مقصر فدراسیون فوتبال بوده. ما یه چند ماهی هست که به حال آقای دکتر زارعی تو این بحث مسئولیت پذیرفتن و خیلی هم پیگیر این قضیه بودن. خدا رو شکر اتفاقات خوبی هم تو این دو سه ماه اخیر افتاد. جلسه ایشون داشتن حدوداً 14-15 روز پیش توی AFC که رفتن و کلیه اون مستنداتی که لازم بود برای این باشگاهی که به حال این اتفاق براشون افتاده بود به AFC ارائه کردن. خدا رو شکر مستندات رو فعلا پذیرفتن، منوط کردن به یک بازدید از کشورمون که دعوت کردیم از مسئولینشون که اواخر همین ماه بیان به کشور و بازدیدشون رو انجام بدن. انشالله اگر این بحث بازدیدها انجام بشه، فکر میکنم که مشکل خاصی نداشته باشیم و بتونیم مشکل این تیم‌های لیگ برتریمون رو حل کنیم. فقط یه موضوعی که شاید خیلی مهم باشه، اینا نکته هم بگم که این عزیزانی که از AFC میان حتما یه کارگاه آموزشی خواهند داشت برای باشگاهمون که حتما باید شرکت کنن و اون موارد و اون شرایطی که باید بگذرونن برای بحث مجوز حرفه‌ای تو اون باشگاه، اون کسانی که مسئولیت دارن توی باشگاهشون باید حضور پیدا کنن و آموزش ببینن که انشالله ما در آینده مشکل نخوریم. فروردین ماه 1402 آخرین زمانی هستش که باشگاه‌های لیگ برترمون موظف هستن که به هر شخص حقیقی حقوقی بدهی که دارن باید تسویه کنن. یکی از شروط اصلی بحث مجوز حرفه‌ای هستش که خرداد ماه هم که اگر انشالله این مشکل برطرف شه، خرداد ماه هم زمانی هست که باشگاه‌ها اعلام می‌کنه که چه باشگاه‌هایی مجوز حرفه‌ای خودشون رو دریافت کردن. من هیچ وقت عادت ندارم نیمه خالی لیوان رو نگاه کنم، اما میترسم بازی امروز پرسپولیس مقابل تراکتور رو همین مسئولان زحمتکش AFC که قرار بیان و تایید کنن دیده باشن. بازی که ساعت 17:30 قرار بود برگزار بشه، بعد 32 دقیقه به خاطر اینکه نور ورزشگاه مشکلاش به تأخیر و تعویق افتاد رو ببینم. به حال استادیوم آزادی، نقش جهان اصفهان، امام رضا علیه السلام مشهد، فولاد آرنا در اهواز، شما کمک کنید 4-5 تا استادیومی که بارها ما شنیدیم که اینا جزء استادیوم های خوب ما هستن، یکیش مثلا با یه همچین اتفاقی در این خصوص برگزار شده. هم با شرکت تجهیز وزارت ورزش، حالا خود دکتر باشگاه پرسپولیس اصطلاح که بازیاشون اکثرا در استادیوم آزادی میشه، یه سری اتفاقات باید توی استادیوم آزادی بیفته. پذیرفتن ظاهرا دارن این مقدمات قانونیش رو فراهم میکنن که این مشکلات اولیه یک استادیوم برای برگزاری بازی برطرف بشه. خیلی متشکرم که به درستی ابتدایی و اولیه است. یعنی نور توی همچین وضعیتی که خب به حال ما تو پاییز زمستون هستیم، زود هم تاریک میشه، هوا قابل پیش بینی چیزی نیست که غیر قابل پیش بینی باشه. میتونیم از الان اگر هم موردی هستش، مشکلی هستش، برطرف کنیم که دیگه به خاطر سخت افزار یا خدا نکرده دوباره 6 ماه یک سال دیگه هوادارای حالا تیمایی که مجوز میگه قهرمان میشه و شرایط حضور در لیگ قهرمانان آسیا رو پیدا میکنن با مشکل روبرو نشن. خدمتتون عرض کنم که در مورد بحث بلیت فروشی میخوام ازتون بپرسم. آقای پریزگاری، من شنیدم که دلخور هستن کسایی که ثبت نام کردن، وچرای قرار بوده بیاد، قرار بوده اینا به دستشون برسه، نرسیده، یا اگر رسیده شما کامل شفاف توضیح بدین چیه دلخوری طرفداری تیم ملی اون از چیه؟ بحث بلیت یه مقطعی مسئولیتش که دوستان بودن که همکار خودمون بودن، ظاهرا یه بی‌نظمی تو اون قضیه اتفاق افتاد و یه سری از هموطنان از اون متاسفانه تو این قضیه خود دلنگران شدن. این دیگر دلنگرانی، خب به حال خود فدراسیون فوتبال هستم با توجه به اینکه الان مدیریت تغییر کرده به دنبال این هستش که این مشکل رو برطرف کنه. تا همین امروز هم، یعنی امروز غروب دیگه من
تا ساعت 7:30 که فدراسیون فوتبال بودم بخش عمده ای از این مشکلات حل شد و تقریبا وچر اون عزیزانی که به حال هم ثبت نام کردن و مبالغ بلیط واریز کردن وچرا به دستشون رسید. تو این هفته فکر کنم تا قبل از تعطیلی چهارشنبه تمام عزیزانی که به حال وچر دریافت نکردن به دستشون خواهد رسید. یه موضوع دیگه هم از یکی از مسئولین من شنیدم که آقا ما میتونیم شرایطی رو فراهم کنیم که طرفدارای ایرانی مثلا بیان توی یکی از جزیره های کشورمون صبح برن بازی رو تماشا کنن شب برگردن. من میخوام ببینم حالا بازم یه چیز دیگه هم شنیدم که آقا یه سری بلیت دیگه هم قراره به دست فسونما برسه نزدیک 1600-1700 تا به خاطر اینکه قطر تو اون روزی که مثلا ما بازی داریم اونا هم مثل که بازی دارن بعد اونا هوادارهای قطری نرفتن بخرن اینا مونده بعد یه مکاتبه شده نمیدونم اینا رو من شنیدم تایید میکنید؟ اینا گمان زنی هاست؟ نه برای چون تنها مرجعی که اقدام میکنه برای تهیه بلیت فدراسیون فوتبال هستش که فکر نکنم دیگه فیفا با کس دیگه مکاتبی داشته باشه بگه حالا مثلا من به شما الان فدراسیون میتونه بلیت دیگه بگیره بیشتر ما اگر نیاز داشته باشیم بله درخواست یعنی همچنان میتونید بله اگر موجودی باشه دیگه حالا به هر کشور هستن متقاضیان اگر موجود باشه ما هم نیاز داشته باشیم حتما درخواست میدیم نیاز که آقا همه میخوان برام ببینن حمایت کنه تیم ملی نیاز که هست خب بله خب حالا خب هر اون شرایط هم شرایط خیلی آسانی نیست برای اون هزینه ها هست شاید خیلی نتونن هزینه رو پرداخت کنن این که حالا توی اون جزیره کیش حالا میخوان این کار انجام بدن صحبت ها شده چون پیرامون این قضیه جام جهانی جلسات متعددی برگزار شد تو این دو سه هفته که حالا ما خدمتتون هستیم چون موضوع بحث فرهنگی حالا با توجه به نزدیکی کشور قطر به کشور عزیزمون ایران میتونیم اون مناسبات فرهنگی رو رقم بزنیم از این فرصت استفاده کنیم به دنبال این هستیم و واقعا جا داره هم از وزارت ورزش وزارت میراث فرهنگی و وزارت ارشاد که هر سه تا عزیزانی که مسئولیت این کار دارن پای کار هستن و همراه فدراسیون داریم یه برنامه‌ای رو رقم می‌زنیم که انشاءالله اتفاقات خوبی در قطر بیفته و عزیزانی که حالا تمایل داشتن و علاقه‌مند بودن که در قطر باشن بتونن از این فرصت ها استفاده کنن. چقدر خوب. شعار تیم ملیمون هم که آقا مشخص شد. بله. چیه شعارمون؟ تا پای جان برای ایران. تا پای جان برای ایران. یه تشکر کنم از دکتر احسان محمدی رئیس دپارتمان مسئولیت‌های اجتماعی فدراسیون فوتبال که هفته پیش من دیدمشون تو مرکز ملی و داشتن حالا یه تیزری رو آماده می‌کردن خیلی جامع کامل کوتاه و به نظر من حق مطلب ادا میشه. بله شعار خیلی یه فراخوانی دادن شعار خیلی اومد عزیزانی که برای علاقه من بودن تو این فضا کار می‌کردن حالا من تعدادش نمی‌دونم ولی فکر کنم بالای 100 تا شعار بود که مطرح شد توی کارگروهی چندین جلسه بحث شد در نهایت به 5 شعار رسید از 5 تا این شعار انتخاب شد که فکر کنم هم شعار معنادار کوتاه و یک ریتم خاصی هم داره میتونه در جام جهانی استفاده شه. بله. تا پای جان برای ایران و آرزو موفقیت میکنیم برای پسران و دختران ایران زمین در تمام عرصه‌ها خاصه ورزش که با پیروزی‌ها لبخند میزنن حال دلشون خوب میشه و با شکست‌هام اشک میریزن به خاطر اینکه واقعاً از خودشون خانواده‌شون میگذرن برای اینکه پرچم کشورمون رو برافراشته کنن در خیلی از تورنمنت ها و امیدوارم کاری نکنیم که بعد یه ورزشکاری بگه آقا عجب اشتباهی کردم رفتم سراغ ورزش یا مثلا فوتبال کاشی به زن و بچه‌م و خانواده‌م و پدر مادرم می‌رسیدم. خدمتتون عرض کنم که برسیم به تیم ملی امیدمون تیم‌های پایه شما اشاره کردین به تیم نوجوانان جوانان آقای مهدوی کیا داستانشون چی شد؟ قراردادشون به چه شکله؟ میخوام مشخصا صحبت از محرم نوید کیا شده بود؟ یکی دو تا گزینه دیگه هم من شنیدم با آقای مهدوی کیا تمدید میکنید یا نه گزینه جدید؟ آقای صمد معرفی قراردادشون تمام شده نتیجه خوبی گرفتن تمدید میشه حسین آقای عبدی با تیم نوجوانان شرط خوبی دارن نمیدونم اینا رو توضیح میدین در مورد پایی که فقط نگم به بزرگسالان بعد به بانوان هم میرسیم اصلا نگران نباشید. عرضم به حضورتون که خب تیم ملی نوجوانان ما که خب آقای حسین آقای عبدی سرمربی تیم ملی هستن الان دارن کار میکنن الان که تیم درگیر مسابقات هم تو قرقیزستان هستن و دارن مسابقاتشون رو برگزار میکنن شرایط خوبی دارن به تیمشون هم دارن ادامه میدن مسابقاتشون هم که اسفند ماه هستش که همین امسال برگزار میشه جناب آقای معرفاوی هم که کنار تیم هستن دارن کارشون انجام میدن فکر کنم چند روز دیگه اردوی بعدیشون شروع میشه
یه تورنمنتی یا یک بازی دوستانه با بلاروس دارن که در اونو برگزار می‌کنن، ان شاءالله برن اونجا دو تا بازی انجام بدن و بیان برن برای مسابقات آسیاییشون. آقای تیم... معرفی ادامه بره. همکاریشون قطعیه با بره. تیم ملی. در خصوص تیم ملی امید دیگه خود آقای مهدوی که ظاهرا دیگه علاقه نشون ندادن که اراده برای حضور ندارن. و کمیته جوانان با توجه به مسئولیتش زیر مجموعه کمیته جوانان هستش، هیچ درخواست یا هیچ نامه مکاتبی در این خصوص انجام نداده. فعلا در خصوص تیم ملی امید واقعا ما چیزی نداریم که بخوایم خدمتتون عرض کنم. تیم ملی بزرگسالان که کلا عرض کردم خدمت. پس یعنی خدای مهدی مهدوی کیو علاقه ندارن به ادامه همکاری و خواسته ایشونه، وگرنه فدراسیون علاقه داره که همچنان با ایشون ادامه بده. گزینه الان من صحبت از محرم نوید کیا کردم، شنیدم، نمیدونم شما دوست دارید گزینه‌ها رو بگید اگر میدونید در جریان هستید. شنیدم یکی دو تا دیگه هم شنیدم، اون تو محرم خیلی جدی‌تر شنیداتون رو قبلا به ما بگید ما هم بشنویم شما چون ما چیزی نشنیدیم. اینا میگم اینا شاید گمانه‌زنی باشه به آقای محرم نوید کیا. ما اطلاعاتمون رو در اشتراک می‌ذاریم، به اشتراک می‌ذاریم، شما اطلاعاتتون رو به اشتراک بذارید. آقای نوید کیا به حال مربی هم ارزشمندی هست، هم جوان هم به حال کارنامه خیلی خوبی داره. به نظر من گزینه توی سپاهان هم خیلی موفق بوده، ولی هنوز صحبتی در مورد این قضیه انجام نشد. شیخ سلمان باز هم رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا شده، ای اف سی. گفتم شاید میتونید ایشون رو گوکی گزینه ها نه مشخصا میخوام اینو از شما بپرسم. به حال ما یه سری پول داریم که یه جا مونده بلوکه شده همچنان، و میخوام ببینم حضور ایشون و ارتباط هایی که بعضن هست با ایشون میتونه کمک کنه که این پول ها آزاد بشه و بیاد و فدراسیون رو کمک کنه. من فکر میکنم با حضور حالا جناب آقای تاج به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا این اتفاق شاید راحت تر بیفته و ما میتونیم حداقل پولایی که بلوکه شده برای کشورمون بیاریم، برای فدراسیون بیاریم که حداقل توی این جام جهانی مشکلات کمتری داشته باشیم. ما در مورد فوتسال صحبت کردیم، پایامون صحبت کردیم، بانوان و ساحلی مونده. در مورد بانوان شرط به چه شکله؟ سکا خانم مهینی الان سرمربی بله تیم ملی فوتبال بزرگسالان ما هستن. سکا خانم مهینی زیر 17 سال زیر 17 سال هستن، بزرگسالانمون خانم آزمون هست. آزمون هستن فعلا هستن، ولی اصلا ایونتی برنامه‌ای ندارن فعلا، ولی تیم ملی زیر 17 سالمون که سکا خانم فهیمی سرمربیشون هستن چک فکر کنم تا 10 12 روز دیگه آزمون مسابقات کافا هستن. خیلی هم خوب. و من همیشه این سوالو میپرسم، شما الان دبیر فدراسیون فوتبال هستین، حالا سرپرست دبیری فدراسیون فوتبال هستین، من دیدم البته امکاناتی که آقایون دارن خانمام دارن دیگه. ده ما یه کمپ تمرینی داریم، دو تا هتل داریم اونجا و سه تا زمین چمن، دو تا طبیعی یه مصنوعی. این امکانات برای همه تیممون هست، یعنی فرقی نمی‌کنه. حالا سخت افزار تیم ملی بزرگسالان رو بخوام بگم هتلش رو کنیم، تمرینش هم اونجاست. یعنی تو این مجموعه کمپ تیمای ملیمون همه تیم اونجا تمرین می‌کنن و این امکانات برای همه تیمای ملیمون فراهم هستش. و فوتبال ساحلیمون الان عباس هاشم پوره. بله الان هاشم‌پور سرمربی تیم ملی اون هستن. برنامه هم که فکر می‌کنم تا یکی دو ماه دیگه مسابقات بین قاره‌ای رو دارن که حالا برنامه‌ریزی می‌کنن که ان‌شاءالله اون هم حتی. فوتسال بانمون هم آقا بپرسین اگه نکته‌ای هستش بگین. اگر من خودم فکر می‌کنم که فوتسال بانوانمون یه خورده بیشتر جای کار داره این مدت، خیلی شاید چون من یه خود ارقم دارم به همون چون فوتسال و من فکر می‌کنم که تو حداقل تو بخش بانوان اون یه خورده شاید ضعیف عمل کردیم، تونستیم بهتر عمل کنیم و دنبال این هستیم که چون این تیم قهرمان آسیا شده، این تیم افتخاراتی رو کسب کرده که من می‌دونم با چه مشکلاتی کسب کرده و واقعا بانوان ما تو این بخش خیلی کار سختی رو دارن. ما وظیفه‌مون هست که کمک کنیم که احیا بشه این تیم و اون چیزی که لیاقتش هست و مردم ازشون انتظار دارن بهشون برسن. حتما تو این فضا بهتر عمل خواهیم کرد از این به بعد که بتونیم این تیم رو به اون چیزی که هست برسونیم. آقا من شنیدم که فدراسیون میگن، البته شنیده هاست، تایید و تکذیبش با شما، کمیته فنی رو منحل کرده. بله تایید میکنه نخیر. هست نخیر. همون نفرات آقای قاسم پور و آقای مدیروسا و ببینید سایر نفر. شنیده ها من نمیدونم حالا منظور از شنیده ها چیه،
من به عنوان دبیر فدراسیون میگم زمانی یک چیزی رو میگن منحل شده که مکاتبهش انجام بشه، بگم این گروه، این نفر، این مربی دیگه با فدراسیون همکاری نمیکنه. کتبا این از نظر من یعنی که این اتفاق افتاده. ولی مثلا طرف نیاد تو جلسه شرکت نکنه، یعنی همچنان هست. خیلی دیگه میگن خیلی حرفه‌ای نیست اینجوری صحبت کرد که بگیم شنیدیم که فلانی نیست یا این کمیته یا این هیئت رئیسه یا چطوری منحل شده. خیلی شاید آقا من شنیدم، بازم میگم دلخور بودن از اینکه تصمیمی رو گرفتن و بعد هیئت رئیسه اومد تصمیم رو تصمیم اونها یه تصمیم دیگه گرفت، چون موضوع فنی بود و باید آدمای فنی که پا به توپ بودن تصمیم میگرفتن و بعد یه سری آدم غیر فنی اومدن گفتن نه آقا اصلا اینجوری نیست، چه تصمیمی شما گرفتید؟ اون چیزی که ما میگیم درسته و نظر ما و در نهایت هم نظر اونا. ولی تصویبش با هیئت رئیسه بود. تصویبش با هیئت. تصویبش با هیئت. تصویبش بله بله. یاد آقای پروین افتادم که یه در مورد یه عنوانی میگفتن مدیر فنی یه چیزی میگفتن. امیدوارم کمیته فنی اون عنوانه نباشه. به حال احترام بذاریم به هم دیگه، اگه کسی رو میاریم توی کمیته میشونیم از وقتش، از عمرش، از زن و بچه‌ش، پولم که نمیگیرن، عشق دیگه. بنابراین حداقل توقعی که اون دوستان دارن، چون همه همدورهای پدر من هستن، وظیفه من بود که بگم که آقا احترام بذاریم یا برگزار نکنیم یا کمیته تشکیل ندیم، بگم تشکیل دادیم به رأیشون احترام بذاریم. خب داستان پرونده مشهد به کجا رسید؟ چیزی که ما رو تهدید نمیکنه از سمت فیفا فعلا مکاتباتی انجام نشده، اگر چیزی هم قرار شد. یه گزارشی بود که بعد از بازی تنظیم شد، ارائه شد و فکر کنم یا 7 ماهی از بازی گذشته بح. از عید بود دیگه. بله. فروردین ماه که فعلا که چیزی برامون ارسال. مجلس هم من شنیدم که حالا همش میگم شنیدم. مجلس هم یه بودجه 40 میلیاردی ظاهرا اختصاص داد به فدراسیون فوتبال. تایید میکنید دیگه؟ البته مجلس که به فدراسیون فوتبال اختصاص نمیتونه بده، به وزارت ورزش. وزارت ورزش حالا دور زدم خیلی سریع. بالاخره پول اومده تو جیب باشه تو بحث فرهنگی احتمالاً بوده. خب ببینم چجوری در جریان هستین، چجوری تقسیم شده یا تقسیم اصلا تقسیمی نشده هنوز. فقط بله ممکنه حالا در جریان هستین که اومده، میگم اگر اومده باشه تو وزارت ورزش ما هم جلساتی که تو وزارت ورزش داریم تو بحث فرهنگی که خدمتتون عرض کردم برای جام جهانی احتمالاً برای این موضوع تخصیص داده شده که توی قالب این بحث فرهنگی و موضوعات اینچنینی هزینه بشه. به عنوان آخرین سوال، الان تکلیف تیم هایی که الان نساجی مدعی که آقا باید تو لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشه، استقلال همینطور، پرسپولیس همینطور، تیم هایی که قهرمان شدن یا عنوانی به دست آوردن مدعی ان، چجوری این تصمیم گیری میشه که نسیخ بسازن؟ ما یه کارگروهی تو این زمینه تشکیل دادیم، چون به هر این بستگی به سهمیه‌مون هم داره. حالا من به صورت کلی خدمتتون عرض کنم، چون واقعا تو ریزش تو اون کارگروه باید این موضوع قشنگ چکشکاری بشه به یک نتیجه مطلوب برسه، بعد بیا توی هیئت رئیسه مصوب بشه که ما سهمیه‌مون یا 2-2 یا 3-1 یا بدترین حالت خدا نکنه 2-1 هستیم دیگه. این سه تا پلنی که الان در نهایت تو بهترین حالت سه تا تیم میتونن برن، تو بدترین حالت 2 تا تیم. 2-1 که باشه سه تا تیم میتونن، تو بهترین حالت 4 تا تیم میتونن برن. تو بهترین حالت 4 تا تیم، تو بدترین حالت 3 تا تیم میتونن. که حالا سه تا از لیگ باشه اینجوری بشه، یکی از حذفی این بچه هایی که اولویت با لیگ برتره. بله. حذفی میشه اولویت دوم. اولویت دوم میشه. این سه تا پلنی که خدمتتون عرض کردم تو این کارگروه داره بحث میشه. چند روز پیشم جلسهش بود، فکر کنم تا چند روز دیگه نهایی میشه. ان شاءالله اون چکیدش میاد توی هیئت میشه. خیلی زمان میبره، فکر کنم تا این یکی دو هفته آینده، یعنی تو این تعطیلاتی که تو داریم که لیگ شروع بشه. اعلام شد، امیدوارم مجوزهای لازم رو هم بتونیم بگیریم. بله. که اون از همه مهمتر، اون از همه مهمتر، حالا اعلام میکنید اینا نتونن مجوز بگیرن. بله دیگه اون سهمیاشون از بین میره. بله دل میبندن به اینکه فصل بعد میتونن تو لیگ قهرمانان آسیا باشن. ما زحمت کشیدن قهرمان شدن، چه تو حذفی چه توی لیگ، و باید به حقشون برسیم. خیلی متشکرم از شما، ممنون که وقت گذاشتین. در پایان اگر سوالی من نپرسیده باشم نکته شما بخواید اضافه کنید در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم، امیدوارم که حالا این روزا روزای سختی است برای فدراسیون فوتبال. به حال حجم کاری که ما داریم تو فدراسیون فوتبال بسیار زیاد است. ما نزدیک به 50 روز زمان داریم تا جام جهانی. تو این فرصت کم باید همه تلاش کنیم، با دوستان خودم تو فوتبال کمک کنن که انشالله بتونیم یک تیم قدرتمند از مسابقات جام جهانی و بعد از اون مسابقات آسیایی بکنیم. انشالله براتون آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم که تمام تلاشتون رو بکنید برای اینکه تیم ملیمون تمام شرایط خوب رو داشته باشه
و وقتی رفتیم اونجا برگشتیم دیگه الان چون شما کمتر از یک ماه تشریف بردین دیگه به عنوان دقیقاً امروز یک ماه خب سری بعد که تشریف برین چون تعداد حضور نوروزادون بیشتره یه مقدار گفتگومون چالشی تر میشه اما خب یادی هم کنیم از آقای حسن کامرانی فر که خب به حال امروز ناظر بازی بودن روز اولی که اومدن اینجا ما گفتگومون خیلی دوستانه بود اینجوری قشنگ و بعد سری دوم یه مقدار چالشی بود بعد گفت آقا چی بود شما روز اول اونجوری الان اینجوری به حال سلام میکنم با آقای حسن کامرانی فر امیدوارم هر جا که هستش سلامت باشه و همچنین برای شما آرزو موفقیت میکنم شوخی میکنم به حال ما هممون دنبال منافع ملی کشورمون هستیم و دوست داریم تیم ملیمون بهترین شرایط رو داشته باشه اگر من به عنوان مجری روزی هم یه سوالی رو میپرسم دوست دارم که اون اتفاق خوبه بیفته یه تلنگری باشه برای کسایی که سرسری میگیرن اون مسئولیتی که دارن رو جدی نمیگیرن و فکر کنم حالا مثلا حکم گرفتن و حالا کاری هم به پولی که میگیرن ندارن حالا حکم گرفتیم و هستیم دوره هم دیگه نه اینجوری نیستش مردم چشم امیدشون به ساخهای پسران و دختران ایران زمینه در عرصه فوتبال و فوتسال و فوتبال سالی که امیدوارم نتایج خوبی بگیرن آخر ممنون جا دارم تشکر کنم آقای کامل فر دوستان خیلی قدیم من در اصل دوست خوب من اصلا تو مدتی هم که بودن خب با هم کار میکردیم زحمات زیادی کشیدن همیشون هم به حال دبیر کلایی که تو فدراسیون فوتبال حضور داشتن حالا اینا دوستان کسایی بودن که واقعا زحمت زیاد برای فوتبال کشیدن امیدوارم که هر جا هستن موفق باشن بله ناظر داوری بازی پرسپولیس و تراکتور بودن هر جا که هستن موفق باشن آقا ممنون از شما خداحافظی میکنم منتها قبلش من بگم که برنامه شب‌های فوتبالی حمایت میشه از طرف شرکت تکماکارون با بیش از 3 دهه سابقه فعالیت داستان چیه اینکه شما میتونید با ارسال کدی که روی بسته‌بندی‌های جدید شرکت تکماکارون هست این بسته‌بندی‌ها به 2094.70 شانس خودتون رو امتحان کنید 50 جایزه 50 میلیون تومانی امیدوارم برنده خوش شانسی باشید با ارسال کدی که روی بسته‌بندی‌ها هست به 2094.70 شانس خودتون رو امتحان کنید امیدوارم برنده این جوایز شما باشید شما که شب‌های فوتبال رو حمایت می‌کنید تماشا می‌کنید و در نهایت برید و کیف کنید حمایت کنید هم به قطر به قطر سفر کنید همین هم که تیم ملی رو حمایت کنید و بعد هم که کیف کنید اینم از این خلاصه بازی آلومینیوم ملوان رو می‌خوایم ببینیم بعدش هم همراه میشیم با دوستان سخکوش و پرتلاش هم در پخش شبکه تلویزیونی ورزش مهدی رحمتی بالاخره تلسم بازی‌های خانگی رو شکست برمیگردیم در خدمت شما هستیم بفرمایید آخر ممنونم متشکرم تیم‌های فوتبال آرمینیوم عراق ملوان بندر انزلی در استان مرکزی پاس رو به جلو در عمق به جایی که شریفات حرکت کرده سرعت بالای شریفات میتونه شوت بزنه و یه بازیکن پیشو بر میداره و ضربه‌ای که قائد رحمتی خیلی خوب یه بازیکن رو از پیش رو برداشت قائد رحمتی خود قائد رحمتی وارد بالا پنالتی میگیره پنالتی قائد رحمتی چه کار کرد پنالتی سرنوشت سازی است محمد زاده و گل توی دروازه در تصویر سه با پای چپ خوب و مسلط برخلاف جهت حرکت ایمان صادقی ارسال به محوطه جریمه یه ضربه سر خطرناک شریفات پاس در عمق یه ضربه از راه دور و توپی که خطرناک از بالای دروازه ملوان به بیرون رفت زاهر کاظمینی خطرناک است و ضربه‌ای که ملوان بازگیر خطرناک است کریمی شوت و در زاویه بسته توپ به بیرون رفت کوچوه حرکت پاس رو به جلو و تیر دروازه و عکس العمل ناقص صادقی حرکت خوب از کوچوه ضربه با خطرناک به بیرون رفت شریفات پاس رو به جلو براتون کوچوئل پاس رو به عقب حالا میتونه شوت بزنه و حالا کوچوئل چند مرحله توپ رو برگشتن مدافعین
و سوت پایان بازی در نیمه اول. پاس بلند، آزادی آزادی و ضربه ای که زده میشه و تو در اختیار ایمان صادقی قرار میگیره. بازی پور، ارسال بلند و خیلی خوب حسینی توپ رو دور کرد. بدجور هم آسیب دید. تک سرب کار میکنن، بازگیر میلاد جهانی از سمت چپ، ارسال خطرناکی داره و باید مراقب باشن. ارسلان رضایی پاس در اون و اعلام آفساید. آفساید یه اشتباه، پاس در اون خطرناک است. اگر به توپ برسه و داور اعتقادی پنالتی نداره، حالا ضربه‌ای که زده میشه مدافعین برگشت میدن و این ضربه که خیال همه رو راحت کرد. یه اشتباه در میانه میدان نزدیک بود کار دست تیم آلبینیون بده. ضربه از بازگیر و در دو مرحله توپ رو پورعمیدی در اختیار گرفت. محمود مطلق زاده، میلاد جهانی، ارسال و عکس العمل دیدنی از حسین پورعمیدی. ارسال بلند، توپ دور میشه توسط حسینی، موج بعدی حمله، میلاد جهانی، ارسال کوتاه و این ضربه‌ای که هرچند در موقعیت آفساید زده شد اما توپ از بالای دروازه بیرون رفت و سوت پایان بازی با نتیجه 1-0 به سود آلومینیوم اراکس. شب‌های فوتبالی رو تماشا می‌کنید. یه ذره طولانی شد ولی خب نگران نباشید، ما یه خلاصه بازی دیگه هم می‌خوایم تقدیمتون کنیم. زوباهم و پیکان، آقای مهدی تارتار بعد از 6 تساوی بالاخره طعم پیروزی رو در لیگ چشید. ببینیم خلاصه این بازی رو، برمیگردیم و از اونجایی که بخش زیادی از خلاصه بازی‌های هفته هفتم رو به اتفاق دیدیم و چند تا دیگه مونده، داوری 5 بازی رو با حضور جناب آقای محمد فنایی کارشناس داوری تحلیل و بررسی خواهیم کرد. پس بیننده برنامه شب‌های فوتبالی باشید که خیلی از سرمربیان معترض بودن نسبت به قضاوت‌هایی که این هفته انجام شده بود. بفرمایید. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان به فوتبال. اینم آشوریه که میخواد توپو بفرسته، ارسالش انجام میشه روی دروازه. این ضربه سر که توپو در آورد محمد ناصری و نذاش زبان جلو بیفته. زبان کم ضرر نکرد از تصمیمات داوری، فرصت برای زبان پشت محوطه جریمه، موقعیت هست درون محوطه جریمه توی دروازه، گل برای تیم زبان، گل برای تیم زبان. به ثمر میرسه، چه گلی هم زدن توسط آشوری، گلشو جشن میگیره. یه لحظه اشتباه مدافع پیکان، توپ ربایی عالی سجاد آشوری، سلیمانی هم نفوذ کرده بود، تصمیم گرفت بیاد درون محوطه و اینجوری ضربه رو بزنه و دروازه رو به زیباترین شکل ممکن باز کنه. نوروزی فرم به توپ نرسید از زبانی ها. این هم سوت پایان مسابقه اینجا به صدا در میاد. مدافعین یه بار دیگه ارسال روی دروازه، این ضربه سر خطرناک که اونجا حی و حاضر حبیب فرعباسی، میاره به چپ دوباره آشوری، رد میکنه رمضانی رو از بین دو تا بازیکن، چه پاس خوشگلی انداخت، فرصت برای زوباهن، یکی بود یه نوک پا میزد برای بار دوم دروازه باز میشد. و میفرستن بلند روی دروازه، حبیب بیرون اومد نتونست توپو کامل بگیره. فرصت هست برای اوکیلو تیتو که ضربش رفت اون سمت.
یه دریبل دو طرفه عالی، فرصت برای زوباهن، یه ارسال درون محوطه جریمه. چه تکلی بس اونجا مدافع پیکان، در واقع دومین بازیکن جوان تاریخ لیگ برتر، فرصت برای پیکان، این ضربه خطرناک از کنار دروازه، توپ به بیرون میره. جهان بخش اجازه نداره که تک به تک بشه بازیکن زوباهن، یه ضربه از راه دور، چه واکنشی نشون میده اونجا حبیب فرعباسی. پیکانی تمام، پیروزی ارزشمند و شیرین مهدی تارتار در مساف با تیم سابقش پیکان در ورزشگاه فولادچهر. با آنالیزور تیممون صحنه رو میدادیم، خب مدافع زوباهن 100% بی احتیاطی کرد تو صحنه، یعنی بازیکن ما رو زد. حالا داورم خیلی نزدیک به صحنه بود نگرفت دیگه، حالا من دنبال داستانی نیستیم، اما چیزی که بود بی احتیاطی کرد. صحنه‌ش هم ما داشتیم الان تو لپتاپ میدیدیم. تو نیمه اول برتری از آن ما بود و مالکیت کاملا با ما بود. در نیمه دوم خب طبیعی بود، پیکان همه چیز رو از دست رفته میدید، خیلی احساسی به ما حمله کردن، ولی موقعیت آنچنانی ما ندادیم به پیکان و تونستیم خیلی منسجم دفاع بکنیم. جا داره از بازیکنامون که خیلی زحمت کشیدن تشکر ویژه‌ای داشته باشم و امیدوارم در ادامه راه هم بتونیم همین روندمون رو ادامه. اتفاقی که فقط در فوتبال ایران میفته دیگه، هر سرمربی که از یه تیمی میره یه تیم دیگه، همراه خودش یه تعدادی از بازیکنهای اون تیم رو هم میبره. کمتر من دیدم تو جاهای دیگه، ولی خب تو ایران انگار که این اتفاق به حال میفته و بابه دیگه، انگار که اصلا مدل شده، یه مدل شده. خیلی هم ممنون که ما رو تماشا میکنید. تو بخش قبلی اشاره کردم که ما 5 بازی رو خلاصه‌شون رو کامل تقدیم شما کردیم، اما تو این بخش می‌خوایم هر 8 بازی رو تحلیل و بررسی کنیم. بخش داوریش رو جناب آقای محمد فنایی ناظرین هم به جمع ما اضافه شدن، کارشناس و پیشکسوت داوری. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید. عرض سلام دارم خدمت شما بزرگوار و مردم خوب و بیننده خوب برنامه شما و همه عوامل و تهیه کننده برنامه‌تون که دست مریضات بهشون میگم. زنده باشید. ما یه سوال کلی آقای فنایی اگر موافق باشین ازتون بپرسم، تحلیل و نگاه شما از روز اول تا پایان هفته هفتم در مورد قضاوت‌ها و داوری‌ها و به هر حال جنجال‌هایی که الان تو هفته هفتم هر سرمربی که اومد در نشست خبری بعد از بازی حاضر بود یه ایرادی گرفت دیگه، آقا مثلا اینجاش اینجوری بود اونجاش اونجوری بود، بله نظرتون خب ببین... نگاه بله چیه؟ ببینید، اولا که ما تو کشورمون فوتبال اون فرهنگ خاص فوتبال رو که مردم لذت ببرن هنوز پیدا نکردیم، و بعدم این ناهنجاری ها و این جنجال هایی که اصولا مربی ها هم درش قاطی میشن به وجود میارن، یک عاملیه که خود داورا هم خیلی احساس نگرانی میکنن. از یه طرف دیگه هم با شما موافقم که داوران ما اشتباهاتشون تو همین چند هفته خیلی زیاد بود بدون تعارف، یعنی یه اتفاقاتی می افتاد که من هر چقدر فکر میکردم با تمام تجربه‌ای که دارم اصلا برام خیلی قابل پذیرش نبود که این کارای مبتدیانه داوری بوده که بچه‌های ما نتونستن خوب تصمیم بگیرن. به نظر من داوران ما در حال حاضر تمرکز تعدادشون کمه، بنابراین باید دقت بکنه. هر چقدر ما میریم به طرف انتهای مسابقات طبیعیه که بازی ها سختتر خواهد شد، نتیجه ها باید دیده بشه، بنابراین کارشون سختتر خواهد شد، طبیعیه. ما داورامون باید کار بکنن، باید برن آماده بشن، خودشون رو این همه کلاس براشون میذارن، این همه مطرح میکنن. حالا امیدوار هستیم که بازی های حساس رو بتونن خوب قضاوت بکنن. همین این هفته که ما خدمت شما هستیم یه اشتباهاتی داشتن که اصلا برای من عجیب غریب بود وقتی می دیدم، و امیدوارم که به هر حال اینا دیده بشه. خود رئیس کمیته داوران، حالا کمتر مسائل دپارتمان اینا وارد شده، با کمیته داوران بشینن تجزیه تحلیل بکنن، ناظرین خوب نظارت بکنن، بیان گزارش بدن. من فکر بکنم جمیع جهات میتونه کمک بکنه که داوری ما رو به جلو باشه. حالا که دیگه به هر حال لیستی هم که به فیفا دادن، حالا بعدا روش بحث میشه کرد که به هر حال
حتی من می‌خواستم در مورد همین هم صحبت کنم، این حذف آقای عزیز فقانی از لیست بین‌المللی، در مورد این تحلیلتون آقا. ببینید آقای فقانی بالاخره نماد داوری ما هست و ایشون به هر حال کمتر داوری در دنیا هست که این همه مسابقات مهم رو، فینال و نمیدونم نیمه نهایی و اینا همه رو قضاوت بکنه. این خیلی مهمه برای فوتبالی که در آسیا ما داریم. من به نظرم میاد حالا اون چیزهایی رو که عنوان کردن مسئول کمیته داوران یا دپارتمان یا خود کمیته داوران، یکی دو تا ایراد داشته دیگه، گفتن مثلا سنش بالا میره رفته یا اینکه در کشوری دیگه داره زندگی میکنه. به نظر من اگر من بودم، نظرم ها، خیلی محترمانه با آقای فقانی صحبت میکردم، خودش رو وارد میکردم، میگفتم نظرت چیه؟ این اتفاقات میکنه، یه مقدار حرمت بذاریم. قطعا آقای فقانی هم مخالف نبود، میگفت آقا پیشرفت کنن داورا، برای منم بسته. ولی اینکه در غیاب او مدلش مدل قشنگی نبوده. بعد اینکه حالا این داره زندگی در اونجا میکنه دیگه بسش، نمیدونم بقیه پشت سرش هستن و موندن تو را، به نظر من اگر با خودشان صحبت کنن انقدر درایت داره، انقدر معرفت داره که خیلی محترمانه خودش میومد اصلا مطرح میکرد، اصلا شکی درش نبود. و من فکر بکنم که یه مقداری بی‌انصافی شد راجع به آقای فقانی. خیلی متشکرم. امیدوارم که ما ارزش‌های داوران رو از خود تشکیلات داوری بیشتر حمایت بکنن تا جای دیگه. به حال ارزش بگذاریم. بریم سراغ خلاصه بازی‌ها. خلاصه اسخای می‌کنم. بازی‌هایی که دیدیم بریم سراغ داوری‌ها. می‌خواستم یه چیزی بگم، بعضی وقتا نمیشه خیلی چیزا رو گفت. روی صحنه ها جناب آقای فقانی صحبت میکنن، فولاد فقانی الان تو استرالیا، آقای فنایی اسخای میکنم روی صحنه ها آقای فنایی، شما بفهم آیا پنالتی بود؟ فولاد مثل کرمان به هیچ وجه توپ رو میزنه، پاتوسی دیگه همه هم متوجه شدن. نبخشید، خواهش میکنم، توپ رو میزنه، اون یه بزرگ نمایی میکنه. پس پنالتی نیست؟ نیست، نه خیلی. اینجا آفساید به درستی اعلام شد. ببینید کمک داور اشتباه فاحشی داره میکنه، برای اینکه شما همون کسانی که نزدیک به خودش هستن، خصوصا اگر اون بازیکن قرمز توپ بهش میرسید آفساید بود، ولی این اصلا آفساید نبود و به نظر من تمرکز نداشت، عجله کرد. بله. صحنه بعدی فرزاد حسین خانی، خب این که دیگه خیلی فاجعه است. آفساید به درستی اعلام شد، اصلا آفساید میبره زیر سوال. شما ببینید از کجا این تمریناتی که تیما میکنن، ببین پشت جلوی پشت مدافع وایساده جلوش، مثلا ضربه رو که میزنه میره. خب الان اینجا داور خط کمک داور به اشتباه پرچمش رو برد بالا. بله. من یه در دو صحنه این اتفاق افتاده. دوستان اگر نگه داریم این صحنه رو، به هر حال من یه آمای رو درآورده بودم توسط یکی از دوستام، اینو میگن در انتها که تیم ها چقدر هزینه میکنن، یعنی هر روزشون هر بازیشون چقدر، یعنی میلیون یه میلیارد مثلا تا میرسه 6 میلیارد. بله. که بتونن یک امتیاز یا 3 امتیاز بگیرن. بعد خیلی راحت مثلا یه کمک داور یه پرچم درست یا اشتباه میزنه، بعد کل اول از نظر مالی آسیب میزنه به اون باشگاه. بله. و در نهایت روحی روانی به هوادارهای اون باشگاه و بعدش هم کمیته داوران. تا الان هفته هفتم نمیدونم شما شنیدین که مثلا کسی، ببین آید تونجی، ما مشکلی که الان داریم که دنیا حل کرده مسئله داشتن ویاره، هممون هم بریم میگیم، شما هم مرتب در برنامه‌تون گفتید. ببینید اگر اون بود اون وقت این اتفاقات نمی‌افتاد، حق تیم‌ها داده می‌شد، داورام خیالشون راحت می‌شد، چون چالش به وجود نمی‌اومد، ناهنجاری بر سرشون نمی‌اومد. بنابراین به نظر من میاد که از آب خوردن برای فدراسیون واجب‌تر همین آوردن ویاره، که به هر طریقی وقتی ما میریم مربی بزرگ و هم داریم میاریم برای تیم ملیمون،
این همه هزینه میشه اشکال نداره که برای وی ای آر هزینه بکنن، حالا یا بعضا میگن باشگاه ها باید کار بکنن یا خود فدراسیون، این من خیلی نمیدونم، ولی لازمه به شرطی که ما ابزارش هم داشته باشیم، یعنی سخت افزار نرم افزارش هم داشته باشیم. ما زمینمون آقای توتونجی عزیز اصلا آماده برای این کار نیست. بله خیلی خوب. باید چمن خوب داشته باشیم، دوربین ها خوب باشن، خود صدا و سیما محبت بکنه تعداد دوربین ها رو بالا ببره، اینا چیزایی که باید انجام بشه. چون وقت نداریم سریع بریم سراغ بازی بعدی، گلگهر سیرجان و استقلال تهران، بازی که این بازی هم حرف و حدیث داشت، آقای امیر عرب براقی قضاوت کردن، رو صحنه ها صحبت میکنیم. اینجا روزبه چشمی و درگیری که با استنلی کیروش استنلی به وجود میاد. ببینید اینجا نگاه کنید، این بازیکن خابیده رو توپ، خب خودش داره ایجاد خطر برای خودش میکنه، بنابراین شانس این توپی که میزنه خیلی چیز نداره. ببینید این خود این بازیکنم الان وقتی بلند میشه نگاه بکنید درگیری میکنن، بنابراین آقا چه تصمیمی باید گرفته میشد؟ اینجا الان باید داور بازی رو نگر میداشت، ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم سرمه‌ای میگرفت، چون ایجاد خطر برای خودش کرده. آره سلامت مثل... روزمن به خطر مثل اینه خطر... که شما توپ رو بین دو پاد نگر داری و نظر اون حقشه که بازی بکنه، بنابراین اینجا به نظر من خطا بین دو پاق نهایتا مچه یا مثلا، ولی اونجا نه نه اون قسمت از به جایی نخورد، ولی خط ایجاد خطر کرد و اون گل دادنش هم یه اختار بعد میگیره، بعد یه اختار خیلی هم خوب. بعد سلامت بازیکن ها از درجه اهمیت بالایی برخورداره. بریم صحنه بعدی، اینجا آقا پنالتی بود، اصلا من پنالتی نمیبینم، توپ بین دو تا بازیکنه، ببینید شما جفتشون دارن میرن برای اینکه از توپ استفاده بکنن، زمین میخوره. یه مقداری تو محوطه‌های جریمه بازیکنان ما یاد گرفتن بزرگ نمایی زیاد میکنن. ما صحنه‌ای که شائبه برانگیز بود رو گذاشتیم، پنالتی هست. بله آقای قاسمی نژاد، بله ببینید این صحنه داخل بود بیرون بود، پنالتیه پنالتی. این صحنه خود داور ببین اصلا کاملا مشخص داخله، داخل ببین خودش هم نشون میده داور، ولی بعد مشکوک میشه که آیا بیرون بود یا تو. همین حرکتی که میکنه باعث میشه بیاد از کمک داورش بپرسه، من میگم ارتباط رادیویی میتونست به اینا کمک بکنه. خب اینجا نگار داریم دوستان، یه لحظه ما در مورد اون صحنه صحبت کنیم بعد بریم ادامه. بله بله اون... خب اونجا پس تو محوطه جریمه بود، محوطه جریمه نباید داور دیگه بیاد از کمکش بخواد، خودش باید طوری کنترل کنه بازی رو و ببینه وقتی سود میزنه. حرکتش هم درست بود، اول رفت رفت رو نقطه پنالتی، ولی بعد که مشکوک شد چون حمله کردن بهش. من شنیدم آقای فنایی اینکه آقای امیر عرب براقی گفته که من پنالتی تشخیص دادم، رفت روی نقطه پنالتی، بعد که ازدحام میشه کنار آقای ابوالفضلی میره که اون فضایی که به وجود اومده رو یه مقدار آروم کنه. من حالا نرفته که ازش بپرسه پنالتی که من بود یا؟ به من گفتن، من اینجوری شنیدم، خودش پنالتی رو میگیره بعد میاد، چون اونا فشار میارن استنباطش رو که نکنه بیرونه، میاد با کمک داورش در واقع با هم دیگه مشورت میکنن که اونم میگه پنالتی. آره ولی من از دوستانی در استادیوم بودن اینجوری شنیدم که داستان حالا یه شکلی دیگه بوده. به هر حال حالا اونو که گذشتیم پس پنالتی بود. بله و حالا در ادامه، بله ببینید یکی از کمک مربیای تیم گلگهر ظاهرا میاد تو زمین و بعد ظاهرا با مربی تیم استقلال یه چالنجی میکنه، یه درگیری میخواد بکنه، ولی حرکت مربی خارجی پرتغالی ما چون سابقه هم داره بنابراین این حرکت، ببینید ببین اینجا که بهش کارت میده انقدر باید صبور باشه بدونه که کارش اشتباه است. نگاه کنی ادامه قطعا شما بدونید، آخه چون تیم پنالتی گرفته. بله بله. از این همه تعجب کردن قطعا شما بدونید که این مربی با یه جلسه تنبیه نخواهد شد، حتما کمیته انضباطی تعداد جریمه ایشون رو نسبت به اینکه رو نیمکت نباشه حتما الان ماجرای یک جلسه تعلیق مقابل ملوان فعال میشه تو این شرایط که ایشون کارت، ماجرای یک جلسه ایشون تعلیقی
قطعاً باید بشه. الان فعال میشه مقابل ملوان. قطعاً باید بشه. حالا اینکه من نمیدونم. نه میخوام بگم قانونه. بله وقتی تعلیق میشه جریمه بعدیش اون ادامه پیدا میکنه. تعلیقی فعال میشه. حالا ببینید کمیته انضباطی ما یه مقداری خودش کار میکنه، معلوم نیست که چه تصمیماتی میگیره، ولی این حرکت حتی در اروپا هم بود 3-4 جلسه محرومیت داشت، چون داور هیچ کسی نمیتونه تو این نوع برخورد رو با داور داشته باشه. داور کارتشو داده، حالا چه به درست چه به غلط، ولی خب حرمت داور قطعا انقدر بالا هست که نباید در مقابلش به این شکل بعد بره حمله بکنه به طرف مقابل. این دیگه خیلی سخت میشه، خیلی فرم قشنگی نداره. حتی طرفدارای استقلال هم از من میپرسیدن، خودشون ناراحت بودن که این مربی چرا این حرکت ها رو میکنه. حال تیم پنالتی به نفش گرفته شده. بله. حضور سرمربی برای بازی های بعد میتونه کمک کنه. یکی از این مسائلی که این اتفاق به نظر من افتاد این بود که مشکوک شد وقتی داور رفت طرف کمک، داور استنباط کرد میخوان پنالتی رو نگیرن. بله. این از اونجا دکوراژه شد به هم خورد. بله. پس ما تصمیم این بود. فردا جلسه کمیته انضباطی آقای ساپینتو برگزار میشه، اما با توجه به توضیحات شما به این جنبندی میرسیم که یک جلسه به خاطر کارت قرمز گرفتن محروم هستن و چون این اتفاق افتاده اون تعلیقی بازی ما ملوان هم فعال میشه دو جلسه. تا اینکه فردا حالا برگزار شونیم چه تصمیم با این روشش حتما باید که باشگاهش هم جریمش بکنه، چون اینا رو تو قراردادها باید بنویسن. بله. حالا چون ما فرصت نداریم این توصیه شما رو قطعا مقامای مسئول باشگاه‌های مختلف متوجه شدن و خودشون دیگه لحاظ میکنن. بریم سراغ بازی آلومینیوم عراق و ملوان بندر انزلی با قضاوت آقای عباس راکی. هر دو سرمربی کارت زرد گرفتن. اینجا روی این صحنه اعلام پنالتی صحیح است آقای فنایی؟ بله. ببینید توپ رو نمیز نگاه کن، اینجا که رد میشه اینجا به پاش میزنه، یعنی ران بازیکن رو میزنه. پس بازیکن ملوان بله. روی بازیکن آلومینیوم عراق بله مرتکب خطای پنالتی میشه. ببینید توپ رو هم نمیز نگاه کنی، ببینید اینجا کامله، ببین اینجا میزنه، یعنی اجازه نمیده ادامه بده بازیکن. اینجا چی آقا روی این صحنه؟ کارت زرد آقای داور میدن. کارت زرد کافی بود سوال ما؟ بله. روی صحنه ای که مجدداً میبینیم با هم خطای بازیکن ملوان روی بازیکن آلومینیوم. به اعتقاد من آره سفید آلومینیوم عراق که حالا رنگ تیره ملوان. به اعتقاد من بازی ادامش بهتر بود، ادامشون برای توپ رفته بودن. بله. بعد کارت زرد رو شما معتقدید که نباید میداد؟ نه نباید میداد. خیلی عالی. نباید میداد. ببینید جفتشون اونم توپ در جایی که این اتفاقات برخوردها به وجود میاد. خب این صحنه هم نمیتونه هند بشه به دلیلی که ما میگیم دستی که کنترل میکنه رو زمینه توپش بخوره هند نی، ولی دست بالا اگه قرار بشه بالا بگیره اون وقت هند محسوب میشه، چون این ناخودآگاه میفته و دیگه دستش چیکار کنه؟ رو سینه‌اش که نمیتونه بذاره، کنترل میخواد خودشو بکنه، اون دست رو زمینه. پس هند و پنالتی برای دست بالا بود توپ میخورد به این دیگه این هند. بله کاملا توضیحات های فنایی واضح بود. پس پنالتی برای تیم ملوان نباید گرفته میشد. نه هند نبود. نه تصمیم درستی گرفته شده بود. بریم سراغ بازی زباهن و پیکان. زباهن اصفهان، پیکان تهران. آقای محمد حسین ترابیان اینجا ادامه یه بازی صحیحه آقای فنایی؟ ببین داور خودش نزدیکی به سن، ولی به نظرم زد پای بازیکن، پای راست بازیکن رو میزنه. یه بار دیگه ببینیم توپ رو نمیزنه پای راست، اونتا دید داور به روبرو بود خیلی دقت نکرد، پس یعنی اشتباه کرد. بله. خب اینجا روی این صحنه آقای ترابیان ادامه بازی، اینم ادامه بازیه، پس تصمیمشون درست بوده. بله اینم ادامه بازیه. بازیکن‌های پیکان اعتراض داشتن که باید پنالتی می‌گرفت. نه خیلی اینم ادامه بازیه. پس برخوردی نبود که پنالتی. محبت جریمه خدمتتون گفتم کوچکترین برخورد، چون
خیلی سخته بره. گرفتن پنالتی بگیرن یعنی تیمو میبره تیم میبره. نساجی نفت مسجد سلیمان یه بازی پرگل هفته هفتم. آقای مرتضی منصوریان که دوتا گلش هم رد شده. اینجا خطا به درستی اعلام شد آقای فنایی. من به نظر من توپ رو زد، خطا نبود. ادامه بازی ببین خود بازیکنم میگه با من توپ رو زدم. صحنه بعد توپ رو میزنه. ببینیم تو محوطه جریمه خطا اعلام شده درست بوده. خطای پیمان رنجبروی عریض حقیقی رو میگیره داور. اصلا خطا نبود به دلیل اینکه این بازیکن دروازه‌بان میاد توپ رو بزنه، قاطی میکنن توپ رو هم میزنه، بنابراین ادامه بازیه. ما تو محوطه جریمه پس پنالتی نبود و ادامه بازی درست بود. به نظر من پنالتی هم نبود، برای اینکه شما دروازه‌بان نفت مسجد سلیمان رو گرفت، وظیفه‌ش اینه که بیاد توپ رو جمع بکنه. بله. اینجا کریم اسلامی گل میزنه، گل رد میشه، داور آفساید اعلام میکنه. دقیقاً این برای ما نداریم ولی دقیقاً اون آفساید بود. برای اینکه توپ میخوره به اون. ببینید اینجا برخورد با بله. یار همدسته. بله بله. البته خب ما زاویه خط آفساید رو نداریم. نداشتیم بعد. رو تجربه آقای فنایی. بله. گل نفت مسجد سلیمان که رد شد، خطا به درستی اعلام شد. چه خطایی؟ من خطا ندیدم. خطا ندیدید شما؟ نه. خطا روی دروازه‌بان رو میخوان یه بار دیگه ببینید؟ بله اگر بشه یه بار دیگه خطا روی دروازه‌بان رو. البته که خسته نمشه میارم یا ببینیم یه بار دیگه صحنه رو. یه خسته نمشه خدا قوت به همه تاثیربردارای خوبمون. نمیتونیم برگردیم. خب دوستان اگر نمیتونیم چرا دنده میدین؟ بریم ادامه رو ببینیم. خدمت شما عرض کنم که یه خسته نباشید داشتن به همه تاثیربردارمون در تمام مراکز استان ها میگم. به هر حال با ابزار و لوازمی که دارن این تصاویر رو ثبت میکنن. نمیتونیم از تاثیربردارم ایراد بگیریم که آقا صحنه رو از دست میده، توپو تو زمین همکارای سقفکش تاثیربردارمون نندازیم. بعد یه سری امکانات به روز باشه که ان شاءالله به روز میشه. آقای سلطانی بازی هوادار و سپاهان اینجا یه برخوردی شکل گرفت در محوطه جریمه، خطا بود. فقط ادامه بازی. ادامه بازی همین تصمیم گرفتن. دلیل این که ببینید شما این که ببینید جفتشون برای توپ میرن. دروازه‌بان که میاد با سر بزنه با دستش هول نمیده. ببینید اینم که داره میره بخواد توپ فکر میکنه توپ بهش میرسه. هیچ داور ادامه بازی رو دادن. بازی. ولی اگر دروازه‌بان زمین بخوره اتفاقی بیفته باید بازی رو نگه داره باید دراپ بال بندازه. بله. صحنه بعد اینجا پنالتی بود. پنالتی میگیره داور. بازیکن سپاهان یه نوکش میکنه. حالا از زاویه اینجا کاملا پنالتیه. یعنی میشه اینو آموزش داد اصلا. توپ رو نمیزنه. ببینید کاملا ران بازیکن رو میزنه. اینجا نوک میکنه بازیکن سپاهان. بله اینجا نگاه کنید نمیتونه توپ رو به اصطلاح میدوزه. اگر توپ رو میزد وقتی خطا محسوب نمیشد. پنالتی پس درست. بله هوادار گل اول رو میزنه و در نهایت دوتا گل میخوره و 2-1 بازی رو واگذار میکنه. بازی بعدی صنعت مثل کرمان، آقای امیر و این گل صحیح بود. صنعت نفت آبادان مثل رفسنجان. آها این صحنه خیلی جالبه. ببینید این بازیکن زرد اگر صحنه رو داشته باشیم از کجا؟ اگرم آها ببینید اینجا. این الان آفسایده ولی اگر بازیکن مستقیم تو گل بزنه گل درسته، ولی اگر ریباند دروازه‌بان یا تیر دروازه باشه اون وقت دیگه خودش بزنه آفسایده. این الان آفساید. اصلا تعریف آفسایده. این قبول کرده کمک داور؟ یعنی گل قبول کرده؟ بله بله. خیلی فاجعه است. خب من که اگه زمین سرمو بکوبم خیلی فاجعه است. آره والا یه چیزی گیر بیارید منم بزنم. آقا این آقا بریم سراغ بازی پرسپولیس تراکتور. دوستان میگم الان از بیرون یه چیزی میارن این شیشه ها نشکنه.
خب اینجا برخوردی که ضربه‌ای که زد بازیکن تراکتور از خط رد نشده خیلی حالا از این زاویه میبینید اینجا رو ببینید اینجا تمام توپ رد بشه ببینید شما نگاه بکنید نمیشه خیلی راحت اصلا و بعد اعتراضی که به حال بازیکن تراکتور با عزو بیرانوند میرن توی داستان دیگه اینجا چی آقا باور بکنید من اینو 15 بار دیدم هیچ خطایی رو ندیدم در داورش اگر آقای داور خودش پنالتی بود که برای پرسپولیس گرفته شد آقای بنیادی فر الان جای آقای فقانی هم اومدن یعنی انتظار از ایشون خب خیلی هم آقای چودی شما خودتون فوتبال بازی کردید پدر بزرگوارتون بازی کرده شما یه صحنه که میگن پنالتی باید 100 نفر 99 تاشون قبول بکنن آخه من هر چی میگردم این چه پنالتی بود این کفسر ثابت دیگه توپ رفت بیرون ما میگیم کفسر ببینید شما هر صحنه ای رو که میارید این نگاه میکنید هیچ خبری نیست بنابراین این اصلا پنالتی و بعد پنالتی اعلام شد و بعد بازیکن پرسپولیس به نظر من خود آقای بنیادی فر باید بره اینو 20 بار ببینه چون تو لیست نفر اوله همین میگن انتظار از آقای بنیادی فر اون وقت ما چجوری توقع داریم این بازی ها رو بعد میبینن اون بریا خب نمیدن بازی های بزرگ تو دنیا بدون تعارف باید شما یه چیزی نشون بدی که بتونی خودتو مطرح بکنی اون صحنه ای که از بازی نساجی و نفت مسجد سلیمان قرار بود ببینیم الان آماده است باشو. ممنون از دوستان سخت کوشه بله. ببینیم به اتفاق اینجا خطاب درسته اعلام شد خطا روی علیرضا حقیقی رو توسط بازیکن نفت مسجد سلیمان سرعت داور من میکن. به نظرم خطا رو دروازه‌بان شد پس بله خیلی این هم از این خیلی ممنونم خواهش میکنم از شما ممنونم خداحافظی میکنیم و دوستان بخش بعدی بله خلاصه بازی پرسپولیس و تراکتور رو به اتفاق میبینیم و برمیگردیم و همچنان در خدمت شما هستیم جان هوادار و سپاهان دوستان میگن الان آماده است بازی که 2-1 به نفع سپاهان به پایان رسید در ورشگاه دستگردی غرب تهران شهرک اکباتان بفرمایید آهسته گل رو اصلا آفساید که نبود و کسی فکرشو نمیکرد که محمد میری توپ رو اینجوری کم ارتفاع بفرسته به قلب خط دفاعی سپاهان با پای راست رامین رضاییان بلند روی دروازه خطرناک همون اتفاقی که فکرشو میکردیم افتاد سپاهان به گل رسید و امید نورافکنی که دروازه رو باز کرده یه بار دیگه شایستگی‌های خودش رو نشون میده و میره و شادی خودش رو با جوزه مورایس تقسیم میکنه دو گل تقریبا مشابه رو دیدیم ارسالی که رامین رضاییان انجام داد و این ضربه یه سری که رفت و توی دروازه قرار گرفت یاسین سلمانی، فرشاد احمدزاده، میلاد زکیپور در ترکیب میتونن قرار بگیرن فرصت هست برای سپاهان داخل محوطه جریمه چرا این موقعیت خوب استفاده نکردن اونپا میکنه یه چرخش خوبم انجام داد و سریعا توپ رو رسون به یار همدست پاس بلند و عالی برای محمد رضا حسینی کنترلش چقدر قشنگ بود ضربه رو زد و توپی که از بالای دروازه به بیرون رفت حضور پرتعداد هواداری در خط دفاع این اجازه رو تا الان ازشون گرفته علی نژاد داخل محوطه جریمه ببینیم نظر داور پنالتی اعلام میشه عرض کردم سپاهانی ها بعدشون نمیاد تو همین نیمه گل بزنن و حالا پنالتی اعلام شده برای این تیم محمد علی نژاد هست که خطا روش اعلام شد نگاه کنیم امیرحسین پور محمد اینجوری او رو سرنگون کرد و خطایی که اعلام شد و تا لحظاتی دیگه باید شاید پنالتی او باشیم داور اجازه زدن ضربه رو میده رامین رضاییان
دورخیز زیادی رو هم انجام داده. تهماسبی میخواد حواسه او رو پرت کنه، حرکت میکنه رامین رضاییان ضربه رو میزنه و توی دروازه، دروازه باز شد و حساب کار حالا 2-1 میشه به سود سپاهان. رامینی که اینجوری دروازه رو باز کرد فکر میکرد وسط میزنه رامین رضاییان، برای همین وایساد یه لحظه سر جای خودش، پاشم که اصلا رو خط نبود. توپ میاد به راست، دوباره فرزاد جعفری در مقابلش مدافع حضور داره، پاس خوب داخل محوطه جریمه، موقعیت هست برای تیم هوادار. پاس در عرضی که داده شد، حالا رناتو توپو برمیگردونه. نحوه کاری که وارد سپاهان کرده یه مقدار زمان میبره، من و امثال من تو تیم بازیکن‌ها منظورمه که درک کنیم این سیستمی که ایشون داره. مطمئن هستم که ماها بازیکن‌ها هم تیمیام بتونیم این سیستم کاریشو درک کنیم. مطمئن 100% هستم که یا امسال و یا سال آینده مورایس میتونه سپاهان رو به قهرمانی برسه. بعد من ببینم که تیمم چه چیزی نیاز داره و خب اون جنبوجوش اگر نیاز داشته باشه من اون جنبوجوش رو به تیمم تزریق کنم و خب من خودم رو شاید بیشتر بتونم میگم وقف بعد بدم به تیم و ببینم که چه چیزی نیاز داره. نه خودم رو عوض نمی کنم به این جنبوجوش و خب بازی که من دنبال بازی با کیفیت هم بیشتر تا اینکه بازی جنگندگی داشته باشه، من جنگندگی رو ترجیح نمیدم، دنبال اینم که بازی با کیفیت داشته باشم. ولی خب میتونم بگم بازیکن‌های ایرانی بازیکن‌های با کیفیتن که دوباره اینو تکرار میکنم لیاقت زمین خوبو دارن که بتونن خوب بازی کنن، چون اگر توی هرچی زمینایی با بخوایم بازی کنیم یه توپ بلند بیاد بخوایم ریباندش کنیم بخوره رو زمین نتونیم کنترل کنیم، جهت توپ عوض میشه و هزاران اتفاق دیگه که با زمین خوبی همچین اتفاقایی نمیفته. ولی معنیش این نیست که ایران منو تغییر بده، نه، من فقط باید دارم بیشتر آگاه میشم از فرهنگ اینجا، فرهنگ فوتبالی و باید خودم وقت پیدا کنم. ما موفق شد برنده بازی بشه. ما از آقای سعید فتاحی معاون اجرایی باشگاه استقلال پرسیدیم که آقا داستان حواشی و اتفاقاتی که بعد از اعلام پنالتی به نفع استقلال به وجود اومد و ساپینتو کارت قرمز گرفت چی بود؟ گفتن آقا از افرادی که روی نیمکت گلگهر سیرجان نشسته بودن بپرسید. آقای سراسیایی سلام میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر. آقا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب مهدی آقای عزیزتون. چی مخلصی، خوبی قربان؟ خوب خدا رو شکر الحمدلله. خسته نباشید، من سلامت باشین. برنامه ما رو از ابتدا دیدین؟ صدای آقای سراسیایی من خیلی کم دارم، دوستان اگر این موقع تقویت کنن بهتر شد صدا؟ الان خوب شد، امیدوارم بهترم بشه. شما برنامه ما رو از ابتدا دیدین؟ بله قربان. من یه سوالی پرسیدم از آقای فتایی، یه جوابی دادن که به هر حال الان شما رو به خط برنامه شب‌های فوتبالی هستین. توضیح میدین چی بود داستان؟ سلامت باشین ان شاءالله. ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتین. اول یه گلایه کوچیک بکنم در مورد کنفرانسی که پخش کردین از تیم ما بعد از بازی، که خیلی قطعه کوچیکش پخش شد و خیلی از صحبت‌ها پوشش داده نشد. در رابطه با مسئله مهمی که بحث شد، علی‌رغم اینکه احترام بسیار زیادی برای تیم بزرگ استقلال و هواداره عزیزش قائلیم و اینکه از همه مهمتر اینکه بزرگترین و پر افتخارترین مربی ادوار استقلال روی نیمکت داریم، جناب آقای قلمه‌ای که استاد همه ماست و در درجه اول دوم سوم همیشه تاکیدش روی بحث اخلاق و اینکه یه بحث اول تو پرانتز بگم مطرح شد در رابطه با پارسال و دوباره بحث پرونده اریک باینما مطرح شد که میخوام تو یک جمله فقط بگم که دیگه الحمدلله تمام ایران فهمیدن مباحثی که اتفاق افتاد و اتفاقاتی که تو اون پرونده افتاد و از همه مهمتر این که امتیازات ویژه‌ای که پارسال به این تیم داده شد. اونقدر شهامت داشتیم که بعد از بازی برای این گفتن بحث کنفرانس و آقا مهدی عزیز که خیلی شفاف و خیلی رسا در رابطه با
بحث پنالتی، بحث فنی صحبت کردیم، تبریک گفتیم به تیم بزرگ استقلال و هواداره استقلال و بحث فنی رو قبل از اینکه اصلا در رابطه باهاش پرداخته بشه ما خودمون اعلام کردیم که 100% پنالتی بود، علارغم این که این شکست دقیقه 90 خورده‌ای بهمون متحمل شده بود توی خونه توی استقلال روبروی تیم بزرگ استقلال، ولی خیلی شفاف در رابطه با این قضیه موضع‌گیری کردیم. به داورم خسته نباشید گفتیم، به آقای عرب براقی هم خسته نباشید تبریک گفتیم بابت مدیریت و بحث داوریش، اما واقعا آیا این شهامت در طرف مقابل هم هست که در رابطه با پنالتی های به ناحق گرفته شده ما در مقابل استقلال صحبت کنه در سالهای گذشته، و از همه مهمتر در رابطه با خاصه بحث آقای ساپینتو صحبت کنم که ایشون رکیکترین الفاظ و بدترین الفاظ رو به کار بردن که حالا ما نامنگاری کردیم با کمیته انضباطی و اسنادمون هم رسوندیم به کمیته انضباطی و صبح هم قطعا باشگاه شکایت رسمی میکنه از آقای ساپینتو و این بحث رو کاملا پیگیر هست باشگاه. قابل اثبات آقای سراسیایی میخوام بگم، یعنی فیلم ضبط شده ای صوتی چیزی که حتما هست، حتما وقتی باشگاه میگه که ما بالاخره با اسناد داریم در رابطه با این مسئله صحبت میکنیم. چون من شنیدم آقای سعید الهویی هم گفته بودن من حالا تا اندازه‌ای تسلط به زبان پرتغالی دارم، ایشون یه حرفی زدن که من فقط یه توضیح بدم، چون چند سال رو نیمکت سپاهان یکی از دستیارهای پرتغالی بوده و تقریبا آشنایی کامل داره خود آقا سعید الهویی و دوستان دیگه، برای همین خیلی راحت این الفاظی که رد و بدل میشد و صحبتایی که رد و بدل میشد کاملا مشخص بود و ما یکی دو بارم حتی اختار این مسئله رو دادیم که بابا ما میفهمیم صحبتایی که داره اونور رد و بدل میشه رو ما متوجه میشیم، الفاظی که داره به کار برده میشه رو متوجه میشیم. من فکر میکردم آقای سراسی ما فقط هر جا هر زبانی که میخوایم یاد بگیریم اول میریم سراغ کلمات و جملات همه جای دنیا، پس اینجوریه این شکلیه. خب عرض کنم خدمت شما که در رابطه با اون مبحث هم که باید بگم اینقدر دیگه واضح بود این شرایط، بالاخره ما تیممون تو 90 خورده ای یه پنالتی گرفته شده بود بر علیهش، ما این حق رو به خودمون میدادیم که اعتراض بکنیم حتی چون دور بودیم از صحنه، چون صحنه رو درست ندیده بودیم، بعدم که داور به ما گفت 100% صحنه رو دیده و پنالتی بوده ما دیگه اصلا اعتراضی در رابطه با پنالتی نکردیم. ولی واقعا رفتار آقای سرمربی تیم استقلال در شأن اسم بزرگ استقلال نبود، برای همین واقعا اگر شاید اون روزی که با کارمندای محترم هلال احمر اون برخورد شد یه رفتار محکمتر، قانون یکم با قید و بند بیشتر با این قضیه برخورد میکرد، شاید این دفعات بعد این رفتار رو ما حداقل روی نیمکت استقلال نمیدیدیم و این شرایط اتفاق نمیافتاد. رفتار بسیار بدی بود که حتما پیگیرش هست باشگاه و این اتفاق رو حتما پیگیری خواهیم کرد. شما در نشست خبری بعد از بازی یه جمله هم گفته بودین، چون گفتین پخش نکردیم ما کامل، البته که ما نمیتونیم کامل پخش کنیم چون 8 بازیه و همه سرمربی ها و مربی هم یه بخشی از گفته هاشون پخش میشه، سعی میکنیم که عدالت هم رعایت کنیم. من میخوام بگم حالا که شما گفتین کل نشست خبری بعد از بازی رو، اون جمله هم که اگه دوست دارین البته، چون من یه چیزی شنیدم حتما چون خیلی شفاف این بحث صحبت کردیم و تصاویر تلویزیونی اینو نشون میداد، وقتی ما اینجوری تو اون شرایط با یقه باز با اون شرایط برافروخته حمله میکنیم، اول به داور بعد به نیمکت حریف، گفتم اونجا هم گفتم بالاخره شاید پشتمون به یه جایی بن هست و بالاخره شاید خیلی ها رو زدیم خیلی جا که رسیدیم به اینجا، و حالا جمله منم اونجا دوباره میتونم تکرار کنم که پرسیدم انکه لات کجا هست ایشون که ما بالاخره بدونیم محلش کجاست شرایطش کجاست که اینجور به این راحتی واقعا پرخاش میکنه، اینجوری حمله میکنه به نیمکت تیم حریف، حمله میکنه به داور، و شاید مسئولیت خاصی هست که ما هم باید مطلع بشیم از این قضیه. خیلی هم متشکرم از شما که به حال ما این حق رو برای هر مجموعه هر باشگاهی هر تیمی که زینف در مورد اتفاقی که میفته شرطی که هستش حالا صحبت که میشه قائل هستیم. آقای سراسیایی نماینده کادر فنی باشگاه گلگهر سیرجان اومدن روی خط در خصوص صحبت های سعید فتایی که در ابتدای برنامه انجام شده بود و توضیحات خودشون رو ارائه دادن و یه جمله دیگه اگه اجازه میدید من بگم که چون
خیلی تاکید بود که تاکید بود تو دو سه تا مصاحبه‌ای که شد که ایشون خیلی عاشقانه نسبت به کارش و این رفتارشون رو تقریبا منتسب کردن به عاشقانه کار کردن ایشون. فکر میکنم که کلا معنی عشق تو سیستم ما و تو ادبیات ما کلا عوض شد با این بحث. عشقی که ختم میشه به این مسائل و این شرایط، فکر میکنم دیگه اصلا کلا ما حضرت حافظ و سعدی و خیام و عطار و همه رو سوزوندیم و خاک کردیم با این شرایطی که بالاخره این کار رو منتسب کردیم به عاشقانه کار کردن که یه جوری کاور کنیم این مسئله رو. فکر کنم جالب نبود اصلا. خیلی متشکرم از شما. اگر نکته نیست خداحافظی کنیم. ممنون از محبت شما. یا علی، خدا نگهدار. خدا نگهدارتون باشه. بریم خلاصه بازی دیگه‌مون رو ببینیم و برگردیم و همچنان در خدمت شما هستیم. بفرمایید. سوت آقای امیر عیار از استان ایلام بازی این دو تیم شروع میشه. از سمت راست باید تو فرستاده بشه، فرصت برای بازیکنان مس. خود شیمبا ضربش رو میزنه، عالی میزنه و عالی هم واکنش نشون میده. مرادیان میخواد بیاد داخل، همین کار انجام میده، فرصت برای صنعت نفت آبادان هست که نصیری توپ بلند یه لحظه اشتباه بود در بابت جریمه. روی این ارسالی که انجام شد، اشتباه خط دفاعی صنعت نفت، نگه داشت با پای راست به این شکل. بریکانی، فرصت برای صنعت نفت، ضربه که زده میشه، فرصت برای صنعت نفت آبادان هست. رضایی و پایان نیمه نخست دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان. توی عمق برای شیرالدین، فرصت برای صنعت نفت، پشت محوطه جریمه پا عوض می‌کنه، ضربه که زده میشه و تو برخورد می‌کنه به دیرک دروازه، دروازه باز میشه، دروازه باز میشه. نفتی انجام داد، ضربه که بیدرک عمودی برخورد کرد پشت مدافعین با پای چپ به این شکل تعویض شد. فرصت برای منشا، ضربه‌ای که زده میشه توسط منشا. ممیزاده الان فاخر، تو بلند، فرصت برای صنعت نفت و ضربه بیت سعید پشت مدافعین، فرار منشا و الان شیمبا، باز هم منشا، دو مهاجم خوبی که عوض برد. فرصت برای بازی کنانه مس، واکنش احسان و مرادیان. این دروازه‌بان 1-1 مساوی. مشخصا خطاب صحبتم جناب آقای افشاریان هست. تیم مس رفسنجان طبق نظریه کمیته داوران و حالا نگیم مثلا کمیته داوران، کارشناسان داوری در بازی‌های ابتداییش مورد اشتباهات بسیار شدید و تأثیرگذار داوری بود، هم در بازی مقابل نساجی هم در بازی مقابل گلگهر، که من اعلام کردم که 4 امتیاز طلب ما از اشتباهات داوری. اگر گل نفت آبادان سالم بود امروز، که اصلا آقا من ربیعی که زیادم زبان به گلایم ندارم و بلدم نیستم، مخلص همه دوستان هستیم، از همه عذرخواهی میکنیم. اما اگر چنانچه گل نفت آبادان آفساید باشه،
که شما همتون قوانین داوری رو میبینید، میدونید و میتونید لحظه گل رو همین الان نگاه بکنید. آقای کمیته داوران، طلب ما شو 6 امتیاز تو 7 بازی، 6 امتیاز با اشتباهات فاحش و تاثیرگذار. خطای انسانیه؟ قبول. چرا این خطاهای انسانی به سود این تیم الان رخ نمیده؟ هیچی. حرف بزنیم. مورد و خطاب به این قرار میگیریم که آقا شما شخصیتت این نیست، نرید توی این فضا، نرید. میگیم چشم. حرف نزنیم. شما گفتید برخورد میکنید. تمام داورانی که اشتباه فاحش داشتن، داور در جلوی خودش در 1 متریش سالتو زدن، پنالتی رو نگرفت، هفته پنجم بهش تو لیگ 1 دادن، هفته ششم و هفتم هم تو لیگ برتر بهش کار دادن. پس نظارتی نیست، یا اگر هست تنبیهات مهمی نیست. اشتباهات فوق العاده تاثیرگذار در سرنوشت تیم ها، اما نظارت و برخورد هیچ. در زمانی که ضربه زده شوت میزنه اماده میجام تو لحظه اون تو آفساید. شما دیدید یا نه؟ اینجا چیز کرد، فریز کرد، نشون بچه‌ها داد و بعد یه جوری تایید کردن رفتن. کی تایید کرد؟ خودشون تایید کردن. خب ما آفساید. خب ما یه دونه پنالت من معتقدم پنالت بود. بله بله. یه دونه نیمه اول پنالت شد. به نظر من شما هم تایید میکنید؟ بله، شما محمدیاش صلوات تایید شد. این 2-1. نه این 2-1. این 2-1 اون شنبل هم باید اخراج شد نیمه اول. قبول داری؟ قبول داری؟ محمدیاش چه حرفیه میزنه محمد. داور گرفته اومده شانس رو بردن، مخلصشون رو مسیح بازی کردن، امتیاز برداشتن، در رفتن. کافی بود 2 هفته 3 هفته دیگه به پست ما میخوردن. در رفتن. یه قبل آقای فیروز کریمی صنعت نفت رو در لیگ حفظ کرد. الان داشتم حساب کتاب میکردم، این بار فقط 1/5 یعنی 20% بازی ها گذشته و قطعا هوادارهای صنعت نفت آبادان متوجه به اینکه ایشون یه تجربه قبلی هم دارن، انتظارشون از آقای فیروز کریمی بیشتره که بتونن شرایط بهتری رو با تیم صنعت نفت آبادان که ریشه دارم هست، طرفدارم زیاد داره و قدیمی است، نتایج بهتری کسب کنه. محمود شجاعی، برادر مسعود شجاعی، هم دستیار جدید آقای فیروز کریمی در صنعت نفت آبادان شد. سلام میکنم به محمد میر نازنین، وقتت بخیر. خیلی متشکرم. به نام خدا. سلام، شب همه مردم همراه ما به خیر باشه، امیدوارم حالتون خوب باشه. مهدی ازت ممنونم، به همه همکارم خدا قوت میگم و در خدمتتون هستیم. خیلی متشکرم محمد. منتها قبل از اینکه بریم سراغ اخبار، ما در فصل 8 حمایت میشیم از طرف شرکت تکماکارون که محمد با 3 دهه سابقه فعالیت، شرکت تکماکارون حامی برنامه شب‌های فوتبالیست در فصل 8 با ارسال کد روی بسته‌بندی به سامانه پیامکی 2094-70، بسته‌بندی هایی که این شکلیه، تره جام جهانی داره و ویژه جام جهانی است، 50 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه سفر به جام جهانی. بازم تاکید میکنم ارسال کنید کدی که روی اون بسته‌بندی هاست به 2094-70، شانس خودتون امتحان کنید. امیدوارم که شما برنده جام جهانی باشید، سفر به جام جهانی. ببخشید، چه خبر؟ خواهش می‌کنم. ببین، ما چند تا موضوع رو میتونیم در موردش صحبت کنیم. یکی اینکه خودت هم توی بخشی از برنامه اشاره کردی، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که در مورد بازی گلگهر و استقلال توی همین هفته یا احتمالاً همین فردا جلسه شون رو برگزار خواهند کرد در مورد حالا اتفاقات بازی و مخصوصاً جنجال یا ناراحتی که سرمربی استقلال داشت، واکنش نشون خواهند داد، یعنی تکلیفش رو فردا پس فردا مشخص خواهند کرد. این یکی از مهمترین نکته‌هایی بود که به هر حال توی 24-48 ساعت گذشته در مورد فوتبال و در مورد وضعیت سرمربی استقلال میتونه مهم باشه. خب خیلیا میگن که ممکنه مثلا سرمربی استقلال دچار محرومیت بشه و در نهایت باید منتظر جلسه کمیته انضباطی باشیم، ببینیم که کمیته انضباطی چه رأی رو صادر خواهد کرد. به هر حال آقای ساپینتو هم
انسان و آدم بزرگیه، به هر حال توی حوزه مربیگری هم اومده توی فوتبال کشورمون و تلاش میکنه با تیم استقلال هم عملکرد خوبی داشته باشه. باید خیلی بیشتر به خودش مسلط باشه واقعا و به هر حال جنجال ها میتونه در نهایت به تیمش استقلال آسیب بزنه. ما در ادامه صحبت های آقای سهیل مهدی رو هم داشتیم. مهدی در مورد محمد مومنی صحبت کرده بود. محمد مومنی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال هست. نسبت به برنامه‌ریزی ها انتقاد داشتن و گفتن که برنامه‌ریزی ها به نفع باشگاه استقلال نیست. حتی آقای فتایی هم تو برنامه اشاره کرد. ما زودتر از پرسپولیس بازی می‌کنیم. آره که آقای مهدی امروز واکنش نشون داده بود که افکار هواداری فوتبالی رو تهیج نکنید در مورد حالا ضدیت نسبت به فوتبال. یعنی واکنش تندی رو آقای مهدی داشت به صحبت‌های باشگاه استقلال یا آقای محمد مومنی و دیگر دوستان. برخورد گفتن که ما در پیش رو ممکنه بعضی از بازی‌ها رو همجوری برنامه‌ریزی کنیم که استقلال ساعتی داشته باشه که برخورد بعداً پرسپولیسیا ناراحت بشن و حالا الان آقای فتایی تو الان گفتن حالا بعداً اگر یه بعدن اتفاقی برنامه‌ریزی شد اون موقع. آره و نکته بعدی این که ما توی حوزه AFC در سطح کنفدراسیون فوتبال آسیا هم تغییر تحولاتی نداشتیم. یعنی باز انتخاب شیخ سلمان بود برای بار سوم از سال 2013 انتخاب شدن و یعنی رئیس AFC شدن و دوباره بدون رقیب برای سومین دوره هم تونستن به عنوان رئیس AFC خودشون رو مطرح کنن و یکی از مهمترین خبرهای فوتبالی سطح آسیا بود که به هر حال اون ارتباطاتی هم که فدراسیون ها میتونن با شیخ سلمان داشته باشن مخصوصا فدراسیون فوتبال ما هم میتونه حائز اهمیت باشه. و در نهایت ما میخواییم که یه گفتگوی خیلی جذاب داریم در ادامه برنامه. میخواییم با یکی از ستاره های خیلی خوب بازی پرسپولیس و تراکتور صحبت کنیم، اما فکر کنم باید خلاصه بازی رو ببینیم و بعد برمیگردیم به صورت تلفنی صحبت میکنیم. برای هواداره تراکتور میتونه جذاب باشه این گفته. بله آخرین بازی لیگ که برگزار شد خلاصه‌شو به اتفاق میبینیم و برمیگردیم. اولین حمله را هم بازیکن تراکتور دارن به سمت دروازه، میتونه حتی شوت هم بزنه، این کارو نمیکنه، دوباره برمیگرده با سر روی دروازه. حالا فرصت برای دیمارو، یه حرکت دیگه، فرصتی هست برای یاران تیم پرسپولیس. نعمتی به سمت دروازه، یه موقعیت برای شوت زدن دارن، حالا ضربه را میزنن به سمت دروازه تراکتور و باز هم اخباریه که از کنار دروازه شاهده که توپ رد میشه، اصلاح شد و وحید امیری هم جزو بازیکن پرسپولیس هست. یه فرصت برای یارا تراکتور، یه حرکت خوب انجام شد. هاشم نژاد پاس به عقب، یه فرصت برای شوت از راه دور، برگشت از مدافعان پرسپولیس. این بار هم یه شوت راه دور دیگه، باز هم بیرانوند خودش رو نشون میده، به شکل پاس میزنن. یه فرصت برمیگردون اخباری با دست، یه فرصت، یه ضربه سر از کنار دروازه. عباس زاده از همونجا ضربه رو میزنه و بیرانوند نشون میده که آماده است. شاید برای پرسپولیس یه همچین ضربه‌ای به گل منجر بشه که این اتفاق نیفتاد. خیلی خوب بود و خوب دید. یه حرکت برای یار پرسپولیس، فرصت هست. حالا سعید صادقی میتونه با این توپ کاری بکنه، کاری انجام میده. این اخباری چه واکنشی نشون میده. یه فرصت، یه موقعیت، حالا برای شماره 7 گوستاوو میتونست گل بزنه. یه فرصت برای یار شماره 14، چه کار خوبی میکنه. فرصت هست برای تراکتور، موقعیت، ضربه رو میزنه ولی به دروازه نمینشینه. فرصت برای یاران تراکتور، یه موقعیت دیگه همچنان، حالا فرصت، میخوره به تیر، بر میگرده، یه موقعیت دیگه همچنان ادامه داره، گل اعلام میکنه داور. اجازه بدید صبر کنین. نه گل نه، داور اعلام میکنه که خطا شده. حالا این همون اتفاق اون طرف، لوکادیا، فرصت برای پرسپولیس، تیر دروازه، یه بار دیگه باز هم حالا بر میگردونن. شوت از راه دور و توپ از کنار دروازه به بیرون رفته. یه فرصت، موقعیت برای عباس زاده،
عباس داده گل، گل برای تراکتور، ریباند بیران بند و دوباره برمیگرده و تراکتور به گل میرسه و نتیجه یک بر صفر میشه. حالا بیران بند برمیگردونه ولی عباس داده دست بردار نیست. صادقی بروی دروازه، یه فرصت، یه ضربه، چیزی نموده بود که در ده نفرگی گل بخورن، اما گل نخوردن، ولی مثل که داور پنالتی میگیره. در حالی که تیم تراکتور ده نفره بود، حالا یک پنالتی نصیب تیم پرسپولیس میشه. صحنه رو باید با هم مرور کنیم. چه پنالتی؟ ایدیل پوشی؟ میزنه توپ رو و میگیره پنالتی رو اخباری. چه خبر رو نیمکت ذخیره های تیم تراکتور؟ بیاییم ببینید چه خبره. من تبریک میکنم به طرفدارای تیم تراکتور. این که همیشه حمایت میکنم ما رو. و من خیلی خوشحال هستم از این پیروزی که به دست آورد. من فکر میکنم که پرسپولیس بازیکنهای زیادی تو تیم ملی داشت. پس حتما اونا فشاری که تو تمرینات داشتن فرق میکرد با اون چیزی که ما داشتیم. و من فکر میکنم که البته پرسپولیس هم خوب بازی کرد. تبریک هم میگم به تیم تراکتور که بازی خوبی رو ارائه داد و حقشون برد بود. میتونستن حتی شاید گله بیشتری هم میزد. ببینید شرایط پنالتی زدن بستگی به شرایط روحی روانی بازیکن داره. تو اون بازی لوکادیا زد، این بازی هم مهتی زد، مشکلی نه و هر دوشون خوب میزنن. متشکرم که شبهای فوتبال رو تماشا میکنید و خلاصه بازی پرسپولیس تراکتور رو تماشا کردید. نشست خبریه بعد از بازی، صحبت های آقای قربان بردیف سرمربی تراکتور که برنده شد تیمش و یحیی گل محمدی و در نهایت هم نکته است محمد. آره، برگشتن آقای کریمی، فیروز کریمی و واکنش های منحصر به فرد خودش و جواب هایی که داره و تهیجی که ایجاد میکنه توی سالن نشست خبری و کلا واکنش هایی که حین بازی داره به جذابیت های فوتبال اضافه میکنه و قاعدتا میتونه جزء نکاتی باشه که برنامه‌های مثل ما همیشه روی رفتارهای آقای فیروزی کریمی زوم بشه در آینده، در هفته‌های بعدی، و ببینیم که چه نوع رفتاری از خودش بروز میده که میتونه جذاب و جالب باشه. و اینکه ما دیگه این هفته رو به شکلی میریم جلو که در واقع بازی ها احتمالاً پنجشنبه جمعه برگزار میشه، یعنی چیزی که آقای سهیل مهدی پیش از اینم اشاره کرد به این شکل خواهد بود که پنجشنبه جمعه برگزار میشه و بعدش هم دو روز بازیکنان داخلی در اختیار آقای کیروش هستن که شنبه یک شنبه اون اردوی یا مینی کمپ کوچک رو برگزار کنن، به همین شکل برن جلو. همونطوری که آقای مهدی هم باز اشاره کردن در برنامه ما، 13 آبان ما پایان لیگ هست و یعنی پایان حالا هفته‌های نیم فصل اول خواهد بود و بعدش هم که اردوی متصل به قطر باید برگزار بشه و 25 آبان هم تیم به قطر اعزام میشه. ما البته یه ارتباط هم داشتیم، هماهنگم کرده بودیم با مبارزا اخباری عزیز، همین چند دقیقه پیش هم باهاش صحبت کردیم ولی خط نمیگیره و آره اینجا هماهنگ کرده بودیم. اگه حالا امیدوار هستیم تا ثانیه دیگه شرطش فراموشه ارتباطو برقرار می‌کنیم، خودش هم منتظر بود برای اینکه این ارتباطو داشته باشیم. من یه نکته رو بگم، من روی صحبتم مشخصا داورای زحمتکش و سخت‌کوشه. میدونی که سالی 90 امتیاز داریم تو فوتبال، بله. تو فوتبال لیگ برترمون جام خلیج فارس، ما اینجوری میخوایم حساب کتاب کنیم که آقا 90 امتیاز داریم، مثلا یه تیم میاد 90 میلیارد هزینه میکنه برای بستن تیمش، خرید بازیکن، سرمربی، کادر فنی و اینا، پس میشه هر بازی
یک میلیارد امتیازی که میگیره، درسته؟ هر یک امتیاز یک میلیارد میشه. بنابراین این اشتباهاتی که بعضن سهون البته پیش میاد، ببینید چجوری اعداد ارقامش به چه شکل دیگه. پس سالی 90 امتیاز داریم و اگر تیمی 90 میلیارد هزینه کنه، هر یک امتیاز میشه یه میلیارد. تیم ها دارن اینجوری هزینه میکنن. مقدار در تا زمانی که وی ای آر وارد فوتبال نشه، آسیب مالی میبینن و زیر ساختاش فراهم نشه، ما از این مشکلات خواهیم داشت. هرچند که خیلی از داورا میگن که با بودن وی ای آر هم خیلی از مشکلات برطرف، یعنی به صفر نمیرسه، کم میشه ولی صفر نمیشه مشکلات و یکم با سه استعد وجود داشته باشه. و البته خب داورا هم باید خیلی هاشون در سطح آمادگیشون رو ببرن بالا و واقعا حضور ذهن قوی داشته باشن. بعضیشون که واقعا حرفه‌ای هستن، بعضی دیگه هم باید همین شکل باشه. بله، امتیاز یه میلیارد یادمون نره. بریم سراغ برنامه بازی های هفته هشتم. پنجشنبه 14 مهر با دو بازی پروندهش باز میشه. پیکان آلومینیوم 17 ساعت 17، نساجی زباهن ساعت 18 و پیگیری میشه جمعه 15 مهر. استقلال فولاد یکی از حساس ترین بازی های هفته هشتم ساعت 17، ملوان صنعت نفت آبادان 17:30، مثل کرمان هوادار، مثل رفسنجان تراکتور 18، بازی هاشون 18 برگزار میشه. نفت مسجد سلیمان گلگهر سیرجان 19 و سپاهان و پرسپولیس هم که یکی دیگر از بازی های مهم و حساس هفته هشتم ساعت 20. پس دو تا بازی حساس داریم، استقلال فولاد، سپاهان، پرسپولیس که جمعه 15 مهر برگزار میشه. بسیار خوب، باید خداحافظی کنیم. خیلی حیف شد، خیلی دوست داشتیم. برنامه بعدیمون جمعه است. بعد از پایان هفته هشتم برنامه بعدیمون جمعه است. خداحافظی کنیم. بله، میگم خیلی دوست داشتیم محمد رضا اخباری صحبت کنیم که ستاره دیدار امروز بود واقعا، ولی حتما ازش قول میگیریم که دفعه بعد بتونیم اینجا تو برنامه باهاش صحبت کنیم. حتی ازش دعوت میکنیم که به صورت حضوری در خدمتش باشیم. خیلی متشکرم. متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون شبهای فوتبالی بودید. برنامه‌ای که تقدیم شما شد حاصل تلاش دوستان پرتلاش و زحمتکش هم در پخش شبکه تلویزیونی ورزش استودیو ولیعصر بود که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به امید دیدار جمعه بعد از پایان بازی‌های هفته هشتم در خدمت شما هستیم با تحلیل بررسی هفته هشتم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.